بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 31 مرداد ماه 1399 برابر است با 21 ماه آگوست سال 2020 و هوا در واشنگتن در ویرجینیا بسیار عالی است و برعکس کالیفرنیا که یه جایی اینا دارن به نام دد ولی، ولی رو نمیدونم دره بهش بگیم چی بگیم، دشت که نمیشه، دشت میشه مدو. بله اونجا میگفت 130 درجه. پتیک از لس آنجلس یا از گلندر که دوستان ارمنی بیشتر اونجا هستن، شیرینی های خوب، نون های خوب، خوراک های خوب اونجا پیدا میشه، نوشته بود 108 درجه. و ما راجع به ارمنی ها وقتی صحبت میکنیم همیشه میگیم اغذیه فروشی و عرق خوبی داشتن و اینها، ولی اگه نگاه کنید اینها دست کمی از دوستان یهودی در پیشرفت و صنعت ندارن، در صنعت که خیلی جلوتر از اونها هستن، ولی در ماجراهایی مثل ساختمان و اینها، حتی شما میتونید اون هتل دربند رو در شمال عکس‌هاش رو نگاه کنید و اون رو یک ارمنی ساخته بوده گویا در زمان رضا شاه با 50 تا اتاق و اینا، که الان خراب شده. و اما برنامه تلویزیون مردم خیلی شلوغ نیست مثل تلویزیون‌های دیگه که دره. بله خانم جیلانی هستن، خانم جیلانی هم فرانسه میدونه هم انگلیسی میدونه، ما نه فارسی میدونیم نه انگلیسی میدونیم نه آلمانی میدونیم، آخه این چند درجه سانتیگراد نمیدونم، شما توی چیز بزنید بنویسید، میتونم الان من اینجا براتون بنویسم که 130 درجه فارنهایت دیگری how many centigrade. خلاصه بله 54.5. من یادم اهواز یه سالی بودم 50 شد، یه سال قبل از انقلاب بود، تابستان سال قبل از انقلاب، مثل که میدونست چه خبره. اگه اشتباه نکنم همون سالی هم بود که سینما رکس آبادان رو آتیش زدن، آخوندا میگن سواکیا، سواکیا میگن آخون، و خیلی جای تأسفه که تو کشور ما حتی وقتی چند سالم ازش میگذره یک کسی نمیاد بگه حقیقت این بوده. اینجا با همه به اصطلاح قایم کردن و محرمانه بودن و سری بودن و اینا، هر از مدتی میان به اصطلاح رازی رو میگن. مثلا یکی از اون رازهای بزرگ این ماجرای نیکسون بود و اون واترگیت، که یه آقایی از FBI و اینها آمده بود به نام دیپ تروت، یعنی کسی که خیلی گلو گشادی داره، و اون آمده به دو تا خبرنگار جوان گفته بود و اونها کاری کردن که بس و رفت و استعفا داد و قول گرفته بود از اینا که تا نمرده اسمش رو نگن و اینها هم نگفتن، ولی خودش آخر روزای آخر زندگیش آمد گفت من تحسن میخوام بگن. بله میگن اینجا 31 درجه داره پاریس میسوزه و اینجا 50. اصلا میگم که اسم این دد ولی یعنی دره مرگ. بعد لس آنجلس حالا همونجوری که میگیم خوش آب و هوا هست، خیلی آتش سوزی این هم داره تو تابستون، که الان چند مدت چند تا آتش سوزی بزرگ در جریانه و هیچ کس یعنی اینا نمیتونن از عهدش بر بیان. البته یه سری از اینا طبیعت خودش اینجوریه. یه آخون دیدم دوستمون از خلیج فارس ویدیوی فرستاده بود که گفته بود درخت کاشتن به اصطلاح دخالت در امور خدا هست. گفتم والا همینجا میگن که خیلی از این کارهایی که آدم ها انجام دادن دخالت در طبیعت و طبیعت رو یه جوری از اون حالت جریان اصلیش عوض کرد. یکش این گرما، این کارخونه ها و کثافت هایی که میریزن، که الان جدیدن پلاستیک هم اومده دیگه مزید بر علت شده و قوز و بالا قوز شده،
این ماسکای یه بار مصرف و دستکشای یه بار مصرف و اینها بدتر شده. به یکی گفتن که از این لیوانهای یه بار مصرف راضی هستی؟ گفت آره، من یه ماه دارم استفاده میکنم و هنوز سوراخ نشده. خب میگن که الان 8 شب در آلمان، در برلین زیبا، و هوا 34 درجه هست. خب گرمه برای آلمان اون موقع شب، گرمه. الان البته یه ساعتی، یه ایامی تو آلمان تا ساعت 10 شب هوا روشنه. من یادم همین موقع بود، آگست بود، من از ایران رفته بودم آلمان سال 84، تا 10 شب وای میسادم از اونجا بانهوف رو نگاه میکردم، هتل تهران و اینها، تا 10 شب هوا روشن بود. بعدی کم کم آفتاب میرفت و ما هم وای میسادیم به قصه های خودمون فکر میکردیم. خب دوستان عزیز، خبر خوب این که امروز با آقای امیر حسین لادن هستیم، ساعت 3:30 که الان ساعت 2:06 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، ساعت 11:06 به وقت غرب آمریکا، کالیفرنیا و اون یکی واشنگتن چیز هست. و این ووهان که این کرونا ویروس از اونجا شروع شد، الان برید ببینید چه کنسرت هایی میذارن. یک کسی اگه لینکی داره بذاره اینجا نشون بده که چجوری اونا مشغول کنسرت و اینا هستن، این خیالشون نیست. ضمن این که هم چین اعلام کرد که واکسن کرونا رو ساخته، هم روسیه. روسیه هفته گذشته هم گفتم و ترامپ، پوتین گفت به دخترش هم به اصطلاح این واکسن رو زده. بعد یه عکسی هم گویا مخفیانه پیدا شده بود که این واکسن رو به ترامپ هم زده. من این عکس رو، میدونید که این شبکه خبرنگاری تلویزیون مردم خیلی قویه، و این عکس رو گیر آوردیم که ترامپ داره به پوتین، داره به ترامپ این واکسن رو تزریق میکنه. و اما ترامپ واقعا توی دردسر بزرگی هست. حالا که تو قسمت عکس ها هستیم، بذارید من یه عکسی به شما نشون بدم. دوستان ایرانی، واقعا انگار که ما ایرانی ها تو سرمون نزده، حالا از رژیم قاجار و شاه و رژیم شیخ گرفته، خودمون هم تو سر خودمون میزنیم. مثلا این عکس نشون میده که توی لبنان وقتی انفجار انجام شد، چگونه مردم با هم، اینی که بیهجابه با شورت و یه پیرن بالاشم لخت اینجوری وایساده داره کمک میکنه، با این خانم با حجاب و اینها و مردان و زنان و اینها، و هی به هم دیگه قر میزنیم که نگاه کن اینا چجوری هستن، ما چجوری نیستیم و اینها. ولی همین عکس رو من روز اول که دیدم گفتم اتفاقا بعضی وقتا دولت و مسئولین میگن همون موقع مردم نیان کمک کنن، بذارن ما کارامونو بکنیم، تحقیقاتمون رو انجام بدیم. مثال میزنم برات، همین خانمی که داره اینجا جارو میکنه، شاید یه چیزی رو جارو کنه با این خاک و خاکستر و اینها، بندازه تو سطل آشغال بره که اون چیز مثلا نشون بده که این بمب بوده اونجا منفجر شده، این نارنجک بوده اونجا منفجر شده. در صورت اینم از این ماجرا. من امروز وقت زیادی دارم با شما باشم و این رو اینجا بهتون نشون میدم. ضمناً یه عکس دیگه هم هست که یکی از دوستان فیسبوکی گذاشته بود، بذارید من اینم به شما نشون بدم که بعضی وقتا واقعا اینا چیز میشن، دلتنگ میشن از دوستانشون، از خودشون، از اینکه چرا فیسبوک این اطفارا رو میریزه، این کارا رو انجام میده و اینها. اگر اینجا نگاه کنید، این آقای هوشنگ ایرانی چقدر بعد از انقلاب همه ایرانی شدن، هر فامیلی میبینی ایرانی ایرانی ایرانی، آریان آریان آریان. در هر صورت این هوشنگ ایرانی کلا، شاید هم واقعا حقیقیش باشه، نوشته که دوستان هم میهنان گرامی، با عرض پوزش من از این اخلاق ها ندارم، ولی واقعا خسته هستم، خسته روحی. فکر میکردم از این لحاظ قوی هستم، ولی متوجه شدم نه، نیستم. به چند روزی احتیاج دارم با خودم فکر کنم و بجنگم. نمیدونم کجا هستم، برای چی بجنگم، برای کی. 41 سال دارم،
41 سال دارم مبارزه میکنم، ولی الان به آخر خط رسیدم. همتون رو دوست دارم. امیدوارم این نامه خداحافظی و خودکشی نباشه، ولی چه خوب میشد اگه ایشون به دوستانی مثل من که برای اولین بار اینو دیدم می نوشتن که ایشون 41 سال کجا به اصطلاح مبارزه کرده، چه نوع مبارزه ای انجام داده که ما اون کار را انجام ندیم یا دیگران اون کار را انجام ندن، چون به نظر میرسه که بی نتیجه بوده. ما الان 2 هفته است که سیستممون رو اینجا جدید عوض کردیم و بعد از مدت ها رفتیم از سیستم دل DELL، نه اون دل قلبه و جگر، دل فامیل یه نفره، یا آقایی که خیلی هم پولدار شد و میلیونر شد و اینها، رفتیم به سیستم HP. HP فکر کنم 2 نفر بودن شریک شدن، هیلارد پکارد یه هم چیزی بود، بعد عوض شدن، بعد برمیگردن اینها، ولی بعضی ها مسخره میکنن این تولید، این پروڈاکشن HP رو و میگن هیلاریوس پکیج. وقتی یه کامپیوتری میخری میگن یعنی یه سیستم بد خریدی. ما راضی هستیم. هفته پیش یه 2 تا اشتباه از من بود، یادم رفته بود یه چیزایی رو از اون کامپیوتر قدیمی بردارم بیارم بذارم اینجا. الان فکر کنم کامل شده. در برنامه قبلی باز من یه اشتباه کرده بودم که این تنظیمات میکروفون و اینها، آدیو میکسری که ما داریم، هر بار که خاموش میکنیم و روشن میکنیم از این برنامه به اون برنامه، میبره اینا رو میذاره روی میان یا دیفالت خودش اون، و ما باید دوباره برش گردونیم به جای اصلی. در برنامه قبلی دوستان گفتن که صدای من ضعیفه، البته یک گلو درد ملایمی داریم، همش هم میگن مال آلرژیه. گاهی وقتی میگم شاید ما کرونا گرفتیم، فعلا زنده هستیم، حالا یا داریم باهاش میجنگیم یا گرفتیم و جنگیدیم و تموم شده و ما حالا جز اونایی هستیم که پلازما، یا اگه بریم خون بدیم این خون میتونه کمک کنه به دیگران. ولی سیستم آمریکا خیلی افتضاحه، ایران رو نمیدونم، ولی فکر میکنم در مقایسه با کشورهای دیگه اینجا به دلیل نادانی و عدم مدیریت ترامپ وضع ما خیلی بده و اینجوری نیست بتونیم بریم آزمایش کنیم و بیایم و اینها. بذارید من اینو با پینت باز کنم، چون معمولی باز نشد و جای تعجب داره که یه عکسی رو فکر کنم وقتی PNG هست اینو به یه صورت دیگه ای در میاره. در جواب اون دوستمون آقای هوشنگ ایرانی، من این عکس رو پیدا کردم، نوشته رو که نوشته یک وقتهایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تعطیل است، بچسبانی پشت شیشه افکارت، باید به خودت استراحت بدی، دراز بکشی، دستهایت را زیر سرت بگذاری و به آسمان خیره شوی و بیخیال سوت بزنی، در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت شیشه های ذهنت صف کشیدن، آن وقت با خودت بگویی بگذار منتظر بماند. این را آقای حسین پناهی گفته. آقای حسین پناهی یه شاعر متفاوت بود با شاعرهای دیگه و من نوشتهاش رو این ورانور میبینم و این متفاوت بودنش رو آدم حس میکنه از توی نوشتهاش. همونجوری که من بهتون قبلا هم گفتم، لطف کنید و اگر این برنامه ها رو از فیسبوک تماشا میکنید، توی صفحه مردم تیوی، خوب شد اینو به شما بگم، خودم هم الان یادم اومد که این مردم تیوی داره پخش میشه ولی روی چیز نیست، روی فیسبوک مردم تیوی نیست. من الان شیر کنم، میام اینجا شیر میکنم با مردم تیوی و بله اونجا یه دکمه، همین عکسی که بهتون نشون میدم، دکمه سپورت یا حمایت هست و ما گذاشتیم ماهی $4.99 و تا امروز حتی یک نفر هم نرفته اونجا. من نمیدونم این تلویزیون مردم مثل اون ماهیایی هست که برق داره. یه فیلم دیدم، یه آدمی بود به نام آقای برقی، این به هر کی دست میزد برق میگرفت شو اینا، بعد البته بردنش توی سیرک و پول خوبی بهش دادن. در رابطه با گرما خانم جیلانی نوشته به فرانسه والا میگوین، فکر کنم منظورشون ای والا هست. در هر صورت اینم از این ماجرا و
حتما لطف کنید اگر مردم تیوی صفحه فیسبوک ما رو نگاه میکنید، زیر این نوشته با آبی سپورت و اونجا رو کلیک کنید و مشخصات بنام، اونجوری دست خودتون میمونه و دیگه لازم نیست. ضمناً ما قبلا یه دستگاهی بدون که داشتن دستگاه، یه پروگرام مال پیپال اجازه میداد که ما اگر شما به همون کارت بدید یا بگید over the phone ما بتونیم چارجتون کنیم و اینها، الان نمیذاره. لابد یه عده سو استفاده کردم. بهتون بار قبلا گفتم این آقای محمد رفی که صاحب رستوران زعفران گریل بود گفت سالها پیش یه برنامه دیده از یه تلویزیونی و زنگ زده و گفته خب ما یه پولی کمک میکنیم، مثلا 100 دلار داده، ولی بعدن دیده که ماهی 16000 دلار اینا از حساب این کم میکردن. اینم خب چون کار بزرگی داشته و بیزینس بزرگی داشته اصلا متوجه نمیشده. خلاصه خیلی مواظب باشیم. من یه فیلمی دیدم به نام زنان شگفت انگیزن، راجع به این آزادی 4 زن داشتن در ایران و اینها هست. اگه وقت کردید نگاه کنید، زنان شگفت انگیزن. یه خانم چاقی هست توش، بهاره، خیلی هم خودش هم خبرساز بوده، طلاق گرفته، ازدواج کرده، حتی دولت بس که میخواد 50 ضربه شلاق بزنه یا زده بهش. اینو ببینید و یه نفر به من بگه واقعا تو ایران اینجوریه؟ بی خود نیست، میگن ایران بهشت آقایونه، همینجوری که جهنم خانم هاست بهشت آقایونه، ولی بهشت آقایونه بی غیرت. من بارها گفتم اینایی که میگین ما رو فوتبال را نمیدن، به داییتون، به برادرتون، به پدرتون، به شوهرتون اولین نفر هستن که انگشتتون رو بگید شماها بی غیرتین که ما رو میذارین خونه میرید اونجا و نذارید. اینا اگه رفتن اونجا، اگر کلید هم دارن شب که میان در پشتش یه جوری قفل کنید که نتونن باز کنن، بیرون بمونن، آبروشون بره. در صورت این 100000 نفر تو تهران مرد میره بیرون، حالا ما میگیم این 100000 نفر 20000 نفرش مجرد، 80000 نفرش متأهلن، یا میگیم 50000 تا 50000. همون 50000 تای مجرد هم خواهر داره، مادر داره، پس میشه بگیم 100000 تا بی غیرت. اینجوری راحت تری نه؟ همه رو میریزیم توی قوطی. نظر شما چیه درباره اینا؟ البته گویا آزاد شده، حالا دیگه نمیدونم چه گیری بده اونایی که میخوان برن باید چه لباسی بپوشن. در رابطه با لباس پوشیدن، همین هفته قبل با خبر شدیم که دختر خانم نسرین ستوده رو که گویا رفته بوده ملاقات مادرش، مادری که تنها جرمش دفاع از دیگران بوده، وکیلی که رفته دفاع کرده از زندانیانی که احتیاج داشتن به وکالت ایشون و الان سالهاست، مدتهاست تو زندان هست و اینا، اعتصاب قضا کرده، دخترش رفته اونجا و دخترش بعد که آمده خونه 4-5 تا مرتکب سیبیل کلفت آمدن که ما میخوام اینو بازداشت کنیم ببریم. خب برادر و نمیدونم مسکت مالا یا شوهر مادرشه یا پدرش و همسر مادرش هرچی، اینا گفتن آقا کجا میخوای ببری یه دختری رو؟ شما میان اینا میدونی ماشیناشون لابد نه اسمی داره نه چیزی، کاغذی ماغذی ندارن دستشون، گفتن ما خودمون میاریمش، کجا باید بیان؟ باید بریم دادگاه انقلاب مثلا یا دادگاه زندان فلان. گفتن آخه این چه جور میکرده؟ گفتن که لباسش لباس مناسبی نبوده وقتی اومده ملاقات مادرش. خب یکی به اینا بگه پوفیوز راش نمیدادیم، میگفتید برید بیرون، برو بیرون، نمیدونم دو تا چادر بپوش، دو تا چادر مشکی بپوش. همینجا دوستان توی زندان وقتی میری ملاقات شرط و شروطی داره. شما مثلا نمیتونی با مینی ژوپ بری اونجا، چون طرف میگه شما که میای اینجا یه عده مرد با هم هستن و اینها شما رو میبینن فلان. بعد بعضی از زندانها اجازه میدن زن و مردان اون یه ساعتی که اونجا نشستن پهلو هم باشن، میگه باید لباستون به اصطلاح مناسب باشه برای این شرایط و اینا. اونو ما قبول داریم، ولی شما نمیتونی اگه یکی اومد ملاقات بعد رفت خونه بری بگیریش بگی لباسش مناسب نبود. در صورت میخوان اذیت کنن. الان چند مدتی از این آقای نوریزاد خبری نداریم. آقای نوریزاد به نظر من یه مقدار کارش اشکال داشت، این بود که خودش قبلا با این آخوندا بوده، بعدن که دیگه نونی تو سفره این نگذاشتن جدا شده بود، بعدم همش دنبال این بود که اینو
از ممنوع الخروجی آزاد کنن، وسایلش رو که حالا یا مصادره کرده بودن یا ضبط کرده بودن بهش بدن و اینها. من دوبارم با ایشون مصاحبه کردم و در صورت بعد زندان افتاد، بعد دیگه ازش خبری نیست. آیا خبری دارید ازش یا نه؟ این فیلم زنان شگفت انگیزند و نمیخوام داستانشو براتون خراب کنم، برید نگاه کنید هر وقت وقت داشتید، چون من در این مدتی که کرونا آمده و کارهای ویدیویی کم میکنم، بیرون کمتر میرم، 100 تا فیلم سینمایی مال تماشاخانه رو نگاه کردم و متاسفانه دیدم تماشاخانه اپ تو دیت نمیکنن، مثل اون آی پی تی وی و اینا نیستن و گذاشتن و رفتن دنبال کار خودشون. در صورت حالا از روی یوتیوب فیلم ها رو نگاه میکنم، چون این تلویزیون های جدید اسمارت فون یا این باکس های چیز اجازه میده که شما اینا رو ببینی. ضمناً یه باکس روکو هم داریم که دیگه از 30 دلار اینها آوردیم کردنش 15 دلار. اگه کسی تو این منطقه است، اگه نه، اگه کسی مال جای دیگه است تو آمریکا، 20 دلار 25 دلار که بده که پول پستش هم در بیاد، من اونو براتون بفرستم. اگه تلویزیونتون تلویزیون سمارت نیست ولی پشتش اون جای HDMI رو داره، HDMI کیبل مثل کیبل USB، اگه جای اونو داره با این باکس و ریموتش و اینا میتونید بزنید یوتیوب و فیلمای دیگه و اون تماشاخانه و اینها رو روش بگیرید، کانالای ایرانی، سریالا و اینها. در صورت اینم از این ماجرا. خیلی خوشحالم امروز آقای خورسندی هم با ماست. سلام و درود بر شما دوست گرامی، دوست نادیده. امیدواریم شما رو ببینیم، حالا یا این ور یا اون ور یا اینجا یا اونجا. خب در رابطه با کنسرت در ووهان چین گفتیم، ببینید که این چینی ها چجوری دور هم جمع شدن. واکسن روسیه و چین رو گفتیم که هم چین ادعا میکنه هم روسیه، ولی دکتر فاوچی که خودش اتفاقا دیروز اینجا رفت جراحی و گلوش، گفت تارای صوتیش خراب شده و به همین خاطرم وقتی حرف میزد همه میگفتن این گلو درد داره و اینها، رفته جراحی و اینها، گفت که این واکسن ها هیچ کدومش هنوز نمیشه اطمینان کنی، چون از لحاظ تایم باید اینا امتحان بشه. اینا زودتر میان میگن ما ساختیم که میخوان هم رتبه اولی رو بگیرن هم بفروشن به کشورهای دیگه. خود روسیه روز اولی که گفت ما ساختیم به 20 تا کشور این واکسن ها رو فروخت. و اما دوستان همین الان لطف کنید، اگه این برنامه رو از مردم تیوی دات کام میبینید، از فیسبوک میبینید، از یوتیوب میبینید، اگر از فیسبوک میبینید فالو کنید ما رو. وقتی فالو میکنید ما که شروع میکنیم برنامه لایو، یعنی هفته یه دونه نوتیس، چی میگن، اخطاریه نه، آگهی برای شما میاد که آقای فلانی، خانم فلانی، سوربی برنامه شروع شد. دیگه اینجوری ما نمیخواد از این وری تگ بفرستیم اینا، من اصلا بلدم نیستم. یوتیوب اگه هستین سابسکرایب کنین، به مجردی که اینو میذاریم روی یوتیوب برای شما میاد، کاری نداره، مجبور نیستین نگاه کنی، نخواستی، وقت نداشتی، اصلا هیچ کارش نمیکنی، میاد میگه که فلانی اونجاست برنامه داره. در صورت فالو دیدید دیگه، میگه لایک اس آن یوتیوب، سابسکرایب آن یو فلان، فالو اس آن نمیدونم توییتر، همه اینا یک اسمای مختلف داره. اینا رو یه مقداری نترسید، ماوستون رو موو بدین، حرکت بدید این ور اون ور. آتش در کالیفرنیا رو گفتم، و اما آتش سیاسی، آتش سیاسی این بود که هفته گذشته آقای پامپئو، به قول شیرازی ها پامپئو، با این هیکلش از من پناستر رفت و با ترامپ توی ترامپ نرفت سازمان ملل، رفتن سازمان ملل که آو بگیر آو ببند ایران رو دوباره تحریم کنیم. و سازمان ملل گفت آقا شما چیکاره هستین که ای چپ و راست میخواین ایران رو تحریم کنید، به چه دلیلی اینها؟ و نمیشه. تنها یک کشور کوچولویی که این کشوره، من وقتی رفته بودم واقعا گریم گره برای مردم، بالای هیتیه، این پایین میامی و اینا که میری تو آب، بعد میری اونجا بالای هیتی، هیتی همون جایی که اینا یه عروسکی درست میکنن سوزن میزنن بهش، مثلا من اینجا عروسک درست کنم سوزن بزنم بهش، آقای مانی اونجا سوزن بره تو بدنش، از این خرافات ها. که وقتی هم زلزله شدیدی آمد اینها، یعنی فقیر بیچاره و اینها، این یک کشور فقط با آمریکا همگام و هم صدا شد و گفت تحریم ها رو دوباره چیز کنیم که
چون رأی رو نیاوردن به حد نصاب گذشت و این یه شکست بدی بود. چون ترامپ پرروه و شارلاتانه اومد گفت که من میدونستم نمیشه ولی بردم. آخه یکی بگه اگه میدونستی نمیشه چرا بردی؟ آبرو خودت ببری. کشورهای دیگه مثل آلمان و فرانسه و اینها آمدن گفتن آقا این کار بیخودیه، اینقدر این گربه رو شما توی قفس فشار نده. بعد هی حالا فشارش میدی دستم میکنی تو قفس میاد خنجت میزنه، پنجون میگین شما. بالاخره ایران الان اینجوری شده، شاهد بودید که اتفاقا با آقای لادن میخوام در این مورد اگر وقت شد صحبت کنیم، ماجرای پیش فروش نفت یا این گشایش اقتصادی که روحانی آمد و اعلام کرد و گویا به جایی نرسید، چون هم دولت خب دولت به اصطلاح قوه اجراییه، مجلس مقننه است و اون دادگاه و اینا قضاییه. اون دوتا گفتن شما اصلا بی خودی همچین کاری میخوای بکنی، بیاد پول مردم یا باقی مانده پول مردم که 40 سال با گرونی و اینها زندگی کردن باقی مانده پولشون رو بگیری بعد بگی حالا این نفتا بفرم 20,000 تا. آقای اکبری اون روز به شوخی گفت من کجای حیات این دلی نفت رو بذارم، دلو یا دلی نفتی. خلاصه بعد شما برید دولت بعدی که میاد دوباره مردم بیان بریزن تو خیابون مثل جلو بانک ها که آمدن گفتن اینا پول ما رو خوردن، بگن دولت پول ما رو خورده و نیذاشتن، ولی باز دارن تلاش میکنن. البته بازار اقتصاد و بازار سهام ایران هم گویا 2-3 روز ضرر داده اومد پایین. الان امروز خبر ندارم، چک نکردم، چون من قبل از برنامه خودم با دوستان کانون آوا برنامه داشتم، باید هم اینجا میگن به اصطلاح قبل از برنامه هم برنامه و بعد از برنامه کارهایی رو انجام بدیم، آماده بشیم برنامه رو اجرا کنیم، بعدم آرشیف کنیم و فایل رو براشون بفرستیم. اینها روزای جمعه من کمترین خبرها رو میبینم، مگر اینکه شما برام چیزی فرستاده باشین از این به اصطلاح از این طریق خبرها رو بگیرم. ولی برجام یه قسمت دیگه ای داشته که گفتن اگه ایران به این کارهایی که میگه عمل نکنه، ما 5 تا 5 به علاوه 1 هرچی که بودیم میتونیم یه چیزی به عنوان ماشه یا تریگر یا اسنپ برگردیم این کارو بکنیم. حالا گوش کنید ببینید واقعا آمریکا زور میگه. آمریکایی که 2 سال پیش ترامپ آمد گفت من با افتخار از این برجام میام بیرون، آمده بیرون، حالا میگه اینا قوانینش رو رعایت نمیکنن. مثل که من اینجا از این خونه برم بیرون، برم یه جای دیگر رو اجاره کنم، یه جای دیگر رو بخرم، ولی هر از مدتی برگردم اینجا به صاحب خونه، به صاحب خونه جدید یا مستاجر جدید بگم که چرا این شیشه ها رو پاک نکردی فلان. طرف میگه آقا به تو چه، اصلا تو کی هستی؟ ولی میگن به این سادگی نیست، چون ایران و دیگران اصلا به فکر همچین چیزی نبودن و این کلاز یا این کاز رو ننوشتن که آقا اگه کسی رفت بیرون اون دیگه هیچ کاره است. حالا یه مورد قانونی پیدا شده که این برجام رو آیا میتونه آمریکا اون تریگر هم ماشد اون رو به اصطلاح اکتیو کنه یا نه. و من دیروز بود یه چند ساعتی پای خبرها و برنامه ها و اینا نشست بودم نگاه میکردم، یه کمی هم خندم گرفته بود هم حقیقتا آدم نگران میشه، تأسف میخوره که چگونه ماها یه دفعه از جریان آتش سوزی ساختمان پلاسکو میریم به دریای خزر میشیم متخصص دریا، از دریای خزر میان خلیج فارس میشیم متخصص خلیج، از اینجا نفت و فلان میشیم متخصص نفت و تحلیل میکنیم. آقا خانم اقلن برو یکم تحقیق کن بعدن بیا تحلیل کن. بماند اون روز هفته گذشته ما وقت صحبت میکردیم این دوستمون آقای همایون مبصری نوشت که بعد از برنامه با من تماس بگیر. ما هم خب به احترام تماس گرفتیم و آقای مبصری یه چیزایی درباره دریاها، حدودشون، مرزشون، چیزایی که توش هست، ریسورس، منابع، حالا چه ماهی باشه، چه خاویار باشه، چه زیر اون آب و مثلا نفت و گاز و اینا باشه، یه چیزایی به من گفتن که من شاخ در نیاوردم و خیلی خوشحال شدم که آگاه میشم. و بعد به من گفتن که
اگر من به شما بگم که الان سهم ما بیشتر شده شما باور میکنی؟ گفتم نه والا. با این چند سال شلوغی که دوستان کردن نه. گفت آقا سهم ما الان بیشتر شده به این وسیله، 22 مایل اینجوری 26 مایل اینجوری. گفت آقا این همه شماره رو تو مغز من اونم بعد از چند ساعت برنامه زنده نریزید جا نمیگیره. امیدوارم یه روزی خودشون بیان در این مورد صحبت کنن. ولی دوستان دیشب من توی مهمونی کوچولوی 5 نفره بودم، یه دوستی گفت آقا شمالو که دادن به روسیه، جنوبو که دادن به چین، یه دوست دیگه گفت آقا اینم از پدر سوختگیشونه، از اون ور روسو آوردن بهشون مالکیت دادن، حالا روسا برامون تو شمال میجنگن، چینیا برامون توی. من یکم ساکت شدم، گفتم دوستان یادتون میاد در دوره شاه سالی چند تا قوطی خاویار به شما مجانی میدادن بابت خاویار شمال؟ یادتون میاد در زمان شاه آقای اکبری تو شیراز روبو سینما تخت جمشید تو خیابون داریوش اون بر خیابون یه مسجد بود و شیلات جنوب، هیچ وقت رفته بود اونجا؟ 3-4 تا پله میخوردی میرفتی بالا تو صفوهای میسادی 2 تا کنسرو 2 تا قوطی ماهی جنوب بهت میفروختن، میفروختن دوستان نه سهمیه مجانی. میگم من خب از این دریایی شمال، حالا چه مال ما باشه چه مال ترکمنستان باشه، حالا شما هرچی میخوای فوش بده ها بگو وی وطن فلان، ولی با خودتون فکر کنید، آخه مغزتون رو به کار بگیرید. شما دوست عزیز از دریای شمال در زمان شاه چه چیزی نصیبت میشد؟ از خلیج فارس در زمان شاه چه چیزی نصیبت میشد؟ تا حالا انتظار داشته باشی آخوند دوز بیاد بیشتر و بهتر بهت بده؟ بعدم مگه من که شما اینجا تو آمریکا هستم، آقای اکبری که تو آلمان هست، آقای مانی که تو کانادا هست، از قراردادهای دولتی خبر داریم؟ مگه ما اجازه و حق داریم که نظر بدیم آقای آمریکا اصلا با کشور مکزیک قرارداد اینجوری نبند چون من دوست ندارم؟ آقا میبندن بعد میان اعلام میکنن بعد یه عده متضرر شدن یه عده پولدار میشن و میبینی هم که چه ماجراهایی تو دولت ها میگذره، چه بدو بستونای انجام میشه که من و شما بیخبریم. باز برگردیم، حوری دریایی به شما حوری دریایی میدادن؟ میگن حوری دریایی هم یکی از ریسورس ها یا به اصطلاح منابع طبیعی دریا هاست. جدی آقای خورسندی شما که لفظ شیرینی هم داری در طنز بنویس ببینیم برای شما چه فرقی کرده الان دریای شمال الان با دریای شمال دوره شاه، جنوب چه فرقی کرده؟ و خیلی خیلی عجیبه، طرف یه داره از اینجا با مترو میره واشنگتن داره نظر میده راجب فلان قرارداد، نظر میده راجب فلان بیسار. آقای مبصری برای من توضیح داد گفت آقا اصلا اون عهدنامه چای گلستان و فلان و اینها هم اینا اینجوری که مردم میگن نبوده، 100 ساله باشه تموم باشه و اینا، 100 ساله اجارش این بوده بعدش اون میشه و اینها. همه اینا دوستان از بیخبری میاد. و من یه دوستی دارم آقای نظامی توی نیویورک هستن، ایشون کسی که بنیاد پهلوی اون ساختمونه رو ساخت و اینها، ایشون همیشه پرویز نظامی امیدوارم سلامت باشن، چند مدت ازشون خبری نداره، ایشون همیشه به من میگفت آقای سوربی از اونایی که یکم اطلاع دارن ولی خیلی ادعا دارن بترس، یکم اطلاع ولی خیلی ادعا، گفت از اینا بترس، وحشت کن، دوری کن. و ما الان یه جامعه کم اطلاع پرمدعا شدیم. در هر صورت امیدوارم این یه نصیحتی باشه که من و شما از خودمون شروع کنیم. بعضی وقتا یه جا که میریم خودمون خیلی حرف میزنم، حرف نزنیم گوش کنیم. البته من یه سریش تقصیرکار دوستان فامیل هست، وقتی میرم میگن آقا تو تلویزیون اینقدر حرف میزنی چرا اینجا ساکتی؟ میگم خب اینجا باید گوش بدم یاد بگیرم برم اونجا صحبت کنم. در صورت دیروز من یادم افتاد که نه تو دوره شاه به من خاویار مجانی دادن، نه این آخوندا، و نه ماهی جنوب. ماهی جنوب یکی از خوشمزه ترین ماهی ها بود. از طرفی هم آقا چیز دیگه ای نبود، من که 100 نوع ماهی نداشتم که
مقایسه کنم. یه ایامی ماهی میرفتن میآوردن، تو همون زمانم ماهی قاچاق بود. این اتوبوس هایی که میمد یه سری اون زیرش توی جعبه و اینا ماهی قاچاق میآوردن، خدا میدونه این چقدر ماهی هم خراب بود، میریختن کل موشی اینجوری روش هم یخ میریختن، میخریدیم میبردیم. یکیش ماهی سرخو بود که ماهی سفید بهش میگن، یکیش ماهی قباد بود فلان. حالا اینجا صد رقم ماهیه، بعد شما اینو میخوری، بعدم تازه ماهی همه مزهش به چیه؟ به اون ادویه‌ای که شما میزنی، با اون روغنیه که شما توش سرخش میکنی، یا با اون نمک فلفلی که بهش اضافه میکنی. در هر صورت ما ایرانی ها بعض وقتها گیر میدیم. امروز یه دوست قدیمی که ایشون طرفدار آقای فولادوند بوده قبلا، ولی الان در جمعی میبینم که به اصطلاح یه مقداری با فکر عمل میکنن و ایشون راجع به شمال و جنوب نوشته بود، من براش اینو نوشتم که شما به من بگید که سهمتون چیه. میگن که خب من کانادا هستم نمیتونم شنا کنم توش. سلام، با درود فراوان به سربی عزیز. خیلی ممنون آقای زمانیان، برای ما هم یه دوتا چیز درست کن، یکی راجع به این برنامه های سربی، مثلا روزهای جمعه سربی با مردم، و لطف کنید توی کانون آوا هم وقتی مینویسید مردم تیوی اون پایین، اونو کپیتال یا بزرگ بنویسید، یا اقلن امش رو بزرگ بنویسید، بعد تیوی هم تی وی بزرگ. این چیزایی که ابریویشن یا خلاصه یه چیزی هست باید بزرگ باشه. مردم و تیوی هم چون اسم هست و اول کلمه هست، اونم باید بزرگ باشه. براتون مینویسم که چجوری باشه. آقای همایون مبصری هم، منم به شما درود و سلام میدم و ممنونم، داشتم شما رو نقل قول میکردم از آمارایی که دادی و اینکه من واقعا یاد گرفتم. امیدوارم یه روزی اگر مایل باشید شما ببینید. دوستان تعارف نداشته باشید، اونی که بلده از ترس نه، میگه اصلا ارزش نداره که من بیام یه چیزی رو بگم یه نادانی به من فوش بده، یه نادانی به من تهمت بزنه. اون وقت ما هم که بلد نیستیم مثل بچه ها تو کوچه ریختیم دور هم دیگه، همینجوری لگد میزنیم به توپ فوتبال بدونی که قانونش بلد باشیم، بدونی که گلی داشته باشیم، بدونی که داوری داشته باشیم. این آقای همایون مبصری رو من و شما خونه نشین میکنیم، اینی که اطلاع داره، اینی که میگه آقا اینجوری هم نیست، و همونجوری که تیمسار آریان پور گفته، از این زل، از این خاک ایران به اون زل میکشی، بعد باقیش اینجوریه، نمیدونم اینقدر مایل دریایی میری جلو اینجوری میشه، اینقدر کیلومتر میری جلو اونجوری میشه، و این که من نمیدونم طرف که ترکمنستانه ما ازش انتظار داریم هر وقت میخواد پاشو بذاره تو آب زنگ بزنه سوربی اجازه هست من پامو بذارم، با زن بچه اومدم دریا میخوام برم دریا. اصلا گیجیم، نمیدونیم چی میخوایم، نمیدونیم چی هم نمیخوایم، همینجوری الاف وایسادی. برجام و ماشه به طور خلاصه اون چیزی که من بلد بودم گفتم. جان بولتون معرف حضورتون هست، کسی که سیویلاشو چرب کرد، مجاهدین، کسی که اومد داد زد گفت قبل از 40 سالگی ایران ما میریم ایران جشن میگیریم، بفرما آردی هم دولت معین کردیم و اینها، خودش زودتر از همه اخراج شد، کتاب نوشت و آبروی ترامپ برد. حالا پریروز با بی بی سی فارسی یه مصاحبه کرده، برید حتما نگاه کنید، میگه ترامپ درباره ایران اشتباه کرد. اگه میخواین بفهمید ترامپ چرا اشتباه کرد، خودش داره به زبون خودش میگه من مایلم با آخونده صحبت کنم. و اون دوست ما میگه نه، ترامپ تا حالا هر کاری گفته کرده. میگم چه کاری کرده؟ به مردم گفتن پول بدین میخوام بریم براتون دیوار بسازیم. مگه ترامپ نگفت پول دیوار رو من از مکزیک میگیرم؟ یه پدر سوخته مثل استیو بنون که دیروز گرفتنش با 3 نفر دیگه، چرا اومدن یه شرکتی درست کردن موقعی که با ترامپ بود، یه شرکتی درست کردن تو پول بده من دیوار میسازم، 25 میلیون دلار ریختن توش بسن رفتن. درست عین این شعبده باز که نه، این معرکه‌گیرای ایران بود، ما بچه بودیم میخواستیم بریم مدرسه، میمد یه آفتابه میذاشت یه قوطی، توی این قوطیه مثل قوطی کفش بود، میگفت اینجا یه مار 4 سره، تو آفتابه هم میگفت 4 تا جوان مرد پول بدن به من، من میرم تو آفتابه. خب اینا هم همین برنامه رو پیاده کردن. بعدم مردم میگن ترامپ شیرده، آخه از این بزدلتر شما دیدی؟
دوباره که باز با زنش دعوا شده، زنه دستم بهش نمیده، حالا دیگه اتاقشون جدا و ساختمونشون جدا و اینا بمانه. اینم از این ماجرا. و جان بولتون، برید توی بی بی سی یا یه دوستی لینکشو بذاره اینجا، بگه که جان بولتون در برنامه بی بی سی فارسی چی گفت. بابا ما 4 سال قبل از انقلاب فهمیدیم موز چیه یا موضوع چیه. من نمیدونم موضوع شما میگی، اگه موضوع میگی یادمه سر 4 رای زن یه موضوعی کوچولوی انقدی سیاه می آوردن، انقد گرون بود کسی نمیتونست بخره، لل میشد. و من نمیدونم این چه فلسفه غلطیه در ایران که آقا حالا که داره لل میشه چوب عراش بزن که هر کی رد میشه به جای یکی 3 تا بخره. به جای خود من میرم فروشگاه یه چیزی ارزون شده، به جای اولا ارزونش که میکنم میگی یکی بخر یکی ببر، یعنی 2 تا میاری خود به خود، خب زودتر فروش میره. به غیر از این تازه خودت هرس میزنی 4 تا بخری که بعضی وقتا میگی نه 2 تا بیشتر نمیشه یا 5 تا بیشتر نمیشه و الی آخر. اینا بلدن از اینا یاد بگیره. همین چند مدتی که کرونا بود و برنامه ایرانی نگاه میکنم متوجه شدم تو ایران هم این سل و حراج و اینا راه افتاده، تبلیغی کفش میکنه، کفش های راحتی اینجوری اونجوری، قیمتش 160,000 دلار، حالا تخفیف بخر 140,000 دلار. از همه مهمتر میگه تا 10 روز اگر دوستش نداشتی ازت پس میگیریم. آقا اون وقتا تو ایران میگفتی من بابا این پیرنه رو میخوام برای داداشم بخرم، اگه بردم اندازش نبود یا خوشش نیومد میتونم بیارم بدم پس یه چیز دیگه بگیرم، میگه نه آقا همینه، میخوای بخر نمیخوای نخر. ولی مثل که اونجا هم عوض شده. از اون ور دیدم هنرپیشه و اینا خیلی رفتن تو کارهای کافه و نمیدونم دفتر حقوقی باز کردن و اینها. میدونی خیلی وقتا اینا از اسماشون استفاده میکنن، همون وسایل آرایش و اینها. اینا هم اینجا هم همینجوره، میگه که مثلا الیزابت تیلور عطر پشن یا پویزن، هرچی پویزن یعنی سم، و فقط اسمش که میاد یه عکسی هم میگیرن از فروش لویالتی و اینا هم بهش سهم میدن و الی آخر. تو ایران هم باز این راه افتاده، ولی معمولا ما همه کارا رو شورش در میاریم. همین خانم بهاره توپلم هست و اینها که گویا باید 50 شلاق بخوره یا خورده، این رفته دفتر وکالت باز کرده، این خودش لیسانس به اصطلاح حقوق گرفته ولی وکیل نیست، چون شما بعد از اینکه لیسانس میگیری باید تازه بری اون اینجا بهش میگن چیز، باید بری از بورد لایرها اجازه بگیری و این نیست، ولی از اسمش استفاده کرده، 4-5 نفر دیگر آورده گذاشته و بعد گفت ما همه جا هم همه چیزی رو هم پوشش میدیم، یعنی از طلاق گرفته تا موضوعای زمین و خونه و همه چیز، یعنی از این به اینا میگن لا فرم، یعنی مثل یه شرکتی هست که این اتاقه یه نفر نشسته متخصص جراحات تصادف، این اتاقه ورشکستگی، این یکی مال شکایت دکترا و اینها. موفق باشن، ولی امیدواریم ضمن موفقیت مردم رو هم کمک کنه. میگه که موز را در میدان تروار شیراز تا مدتی به مردم مجانی میدادن تا آشنا شوند. آقا این مال چه سالیه؟ من عموم برای جاوید تو میدان تروار کار کرده سالهای سال، همچین چیزی اصلا نشنفته بودم که موز رو توی شیراز مجانی داده باشن تا آشنا بشن. اون بعدش هم اون ماجرای کیوی که میگفتن توپ پینگ پونگ مودار، اینو مجانی نه خیلی هم گرون. من یادمه موز همون موزای چیزی که بهتون میگم دونه 2 تومن بود. دارم دنبال این عینک پاک کنه میگردم، دستمال مخصوص که خطش نندازم، 2 تومن خیلی زیاد بود، یعنی بستنی و فالوده که پالوده درسته چون اینا په نداشتن بعد شد فالوده، بستنی و پالوده 1 تومن 5,000 یه تومن بود. بعد یه دفعه موز، همون موزه سیاه کوچولویی که میگم زش، دونه 2 تومن بود. ولی خب هر کسی سعی میکرد برای یه بارم که شده بخره و بخوره، که بعد که بیشتر شد دیگه شیر و موز و اینا رو هم میدادن و شیر و موز قاطی میکردن. او هم لیوانی 2 تومن بود که من هیچ وقت پولم نرسید تو ایران شیر و موز بخرم. دهه 40
آقا دهه 40 من دنیا نیومده بودم. در هر صورت من یادم نیست. اگر مایل هستید زنگ بزنید تا در برنامه با هم درباره جزایر جنوب و یا دریای کاسپیان صحبت بکنیم. اجازه بدید این رو هفته آینده انجام بدیم، چون من وقتی میخوام با دوستان زنگ بزنم باید اون تلفنی که ست میکنیم وصل کنیم، یه دونه صدای اونم بیاد بره داخل به اصطلاح سیستم میکسرمون، و اگر چند ساعت قبل از برنامه هم تماس گرفته بودید این کار رو انجام میدادیم. و من definitely به قول معروف حتما مایل هستم که با شما صحبتی داشته باشم درباره این دریای خزر، دریای شمال و خلیج فارس، اون به اصطلاح قسمت جنوب صحبت کنیم و ببینیم چی میشه. حالا ببینیم این ماجرای ماشه و اون ماجرای ماشه روحانی و یه حرف خوب دیگه که بولتون زده بود، گفته بود حالا چون هی میگن ماشه کشیدن ماشه کشیدن، اینجا خیلی رسم بوده اینایی که هفتیر میکشن از تو قلافش در میارن، بعضی وقتا از هولشون یا اینکه میخواستن خیلی سریع بکشن خودشون این هفتیر که تو قلاف بوده شلیک میشده به پای خودشون، میگن فلانی به پای خودش تیر زد. این آقای بولتون به ترامپ گفته مواظب باش، اگر میخوای اینو این تریگر یا این ماشه رو بکشی تو پای خودت شوت نکنی. حالا ببینیم چه میشه. و اما کشتی آمریکا در اقیانوس انزوا، امروز حتی باز پامپئو گفت که این کشورهایی که با ما مخالفن اینا با آخوندا هستن، یعنی اینا درست این سیاست شما یا با منی یا بر من، یعنی یا سیاه یا سفید. یه خانمی امروز برای من نوشته بود که حتما شما مأمور جمهوری اسلامی هستی. میگم خانم من مأمور جمهوری اسلامی نیستم، ولی تو احمق مجانی مأمورشونی، چون خود وزیر اطلاعات آخوندا گفت ما افرادی رو داریم در آمریکا به دلیل نادانی، به دلیل کم سوادی، به این میگن مزدور، به اون میگن مأمور، در حقیقت خودشون مأمور ما هستن. حالا بازم همین کار رو انجام بدید. و معمولا اینها یا مجاهدین هستن یا طرفدار پادشاهی، نه شاه اللهی هستن. از این دوتا بیشتر من ندیدم کسانی اینقدر. یه نفر نوشته بود آقا این طرفدار این شاه اللهی قبل از انقلاب هم اینقدر بی‌تربیت و زورگو بودن. نوشتم بله. خب نوشت اگه این بوده خب بی خود نبوده مردم انقلاب کردن. یه خانمی آمده شعر گفته، تو شعر توهین میکنه مردم. میدونید یه شعری هست مال فردوسی، نمیدونم، به یزدان که گر ما عقل داشتیم کجا این سرنوشت داشتیم و فلان اینا، که من دلم میخواد این آقای فردوسی یه روزی زنده بشه ما بتونیم باهاش یه مصاحبه داشته باشیم، چون تا حالا از هر کسی سوال کردم این فردوسی از طوس و مشهد چگونه با یو پی اس برای من شاهنامه رو فرستاد و جلوگیری کرد از اینکه من عرب بشم، هیچ کی نتونسته جواب بده، از اونایی که ادعا دارن تا اونایی که یواشکی در میاد. بتونیم با این صحبت کنیم آقا این منظور تو برای کی بوده، برای تو چه داستانی بوده، و داستان رو نیارید تو زندگی مردم. این خانم مثلا میگه ملت احمق و نادان بودن. برای اون دوستی که فرستاده بود نوشتم که امیدوارم این خانم نه فامیل شما باشه نه دوست شما، چون خانم احمقیه. نوشت که خوشبختانه نه دوستم نه فامیل، و بله شما درست میگی این احمق. آخه شما به یه ملت 30 میلیونی میگید احمق. اگر یه کسی ازتون سوال کنه این ملت احمق 57 سال تو کدوم دانشگاه بودن، تو کدوم مدرسه بودن، تو کدوم نظام دولتی بودن، تو یه احمق جواب نداری. بگی رضا قلنه رو پسرش، اون وقت الان شما همین فرخزاد، من بارها گفتم فرخزاد دکتر اقتصاد دکتر فلان، حالا زندگیش چی بوده، باباش چقدر زدتشون، چقدر زور گفته فلان، اینها بمانه، ولی دکترم میگیره میاد ایران رقاص میشه، من رو دروان نمی کنم دروان نمی کنم. ولی آخونده اینو کردنش یک فعال حقوق بشر، یک پژوهشگر، یک سخنران درباره این. البته ناگفته نمانه، اینم اوائل انقلاب وقتی کنسرت میذاشت این ور اون ور، چون توی کافه ها بود و
این برابر بود که دستگاهشون ردیف نبود، این تا دستگاه رو ردیف کنن زنگ بزنن به فلانی آقا بیا جان ما امشب مجانی بزن با فرخزاد میزنی فیلم دیده میشه و اینها، برای که مردم رو مشغول کنه وای میساد راجع به این انقلاب و آخوند و اینا. ولی یکی نپرسید ازش آقا تو که آلمان بودی، تو که میدیدی این ماجرای این حکومت رو، چرا خفه شده بودی؟ خب پول، معروفیت، مشهوریت، خوش بودن بین این خانوما، حالا البته در باره ایشون و آقایون جوون خوش بوده، میگفته و میداده و میخندیده و میکرده و میرفته. ما بی‌تربیت شدیم. ما این پسر از امین فردین میگه که بعضی ها پارتی دارن اینجوری هم میکنه با این دستمونه. بله به یزدان که گرما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. آقا آقای محمدی، این آقای فردوسی اینو تو چه زمانی گفته؟ در رابطه با کی گفته؟ بعد خود آقای فردوسی خردمند بود؟ کسی که بلد نبود یه قراردادی با سلطان محمود غزنوی بود کی بود بنویسه که آقا من این شعرها رو دارم میفروشم طلا میخوام به جای سیلور نقره بهم ندن؟ کسی که دق کرد سر همین شاهنامه و فروختن شعراش حق امتیازش، خب تا اینم که خرد نداشته. حالا اینو شما داشته باشید، من یه عکس بهتون نشون میدم. یه آقای هست به نام مصطفی عرب، من ارادت حضوری نداشتم ایشون رو ببینم ولی ایشون رو میشناسم از این ماجرای فوتبال و اینها و فعالیت دارن و ایشون چندین سال هست نشریه چاپ میکنن و اینها. اون روز یه چیزی فرستادن، البته اسمشون اونجا نوشته بودن آریا، من بعد وقتی خوندم گفتم این شما همون آقای عرب خودمون هستید؟ گفت بله. و خلاصه بهش گفتم آقا اگه خواستی بیا از تلویزیون مردم صحبت کن و اینها، گفت که من سخنور نیستم، اینا یک کم شکست نفسی میکنن و الا از همان بیشتر سخنورن. این کسی که اون برنامه‌های ورزشی بزرگ و گذاشت تجلیل از قهرمانان و توی اون گفتن جاوید شاه، بعد یه عده مثلا آقای موحد از سالن رفت بیرون، بعد گفتن نه یه چیزی دیگه گفتن، یعنی اینقدر نه ایشون اون کسی که اینو گفته بود ترسوان که به حرف خودشون هم نیستن. دوستان نگاه کنید، من این عکس رو اینجا هم باز میکنم، ببینید اون بالا عکس فردوسیه، حالا این عمامه یا دستار، بعد این پایین که زرد کردم نوشته پژوهشگران بر این باورند که تنها راه ایران آزادی ایران از اسارت دستاربندان آگاهی، همبستگی همگانی و دوری از خرافات مذهبی دست و پاگیر امکان پذیر است. نوشتم خب آقای فردوسی هم که این بالا دستار بسته، شما اگه خودتون قرار باشه یه روزی لباسای ایرانی بپوشین برید نگاه کنید، همین لباسایی که حالا یا نقاشیاش هست یا عکس که نه مال دوره هخامنشی و فلان اینها، هم پوشش خانوما رو نگاه کنید هم پوشش آقایون رو نگاه کنید. و این دستار و اینا این یه چیزی داخلش هست که توی همه دنیا یه جوری هست، حالا توی مذهبها یا ادیان به اصطلاح انفورسش میکنن، یعنی سعی میکنن اجراش کنن، جاهای دیگه نه. من خودم رفتم مراسم هندیا توی عروسی فیلم برداری کنم، طرف گفت آقا کفشتو در میاری اینجا؟ گفتیم باشه. دو پله رفتیم جلوتر گفت اینجا باید یه لچک بذاری رو سره، یه لچک اینجوری بپیچی رو سره. وقت اگه نگاه کنید این علامت هندیا، این سیکاشون با این علامت علای چیز یکیه، بالای سر معبداشون هم میبینی دستمالایی که چاپ گذاشته بودن اونجا همشون این بود. گفتم این خیلی جالبه، بسام گفتم حالا کم مونده یه عکسی از خودم بذارم، اون موقع فیسبوک نبود، و دوستان بگم بفرما صحابی لچک جمهوری اسلامی رو پوشید. اینا اینجوریه. شما الان کلیمی ها رو نگاه کنید، هنوز تا هنوز دکتر وکیل تو مجلس که میاد یه دونه از این مثل یه کپه کورست گذاشته اینجاش با موگیرم زدتش. یا لباسای مسیحی ها رو نگاه کنید که دیگه از همه خنده دارتره، یه بوغی با اون بلندی گذاشتن رو سرشون، زنگوله و منگوله و عصا، و عصاشون هم این بدبخت جیزز رو صلیب چسبوندن. حالا صحبت از مسیحی ها شد. دوستان اگر امروز
یه آخوندی بیاد و به من و شما بگه که دیگه اصلا نگران کووید نباشید، چون ما یه دعای خوندیم و یه فوت کردیم و این رفت. من و شما چقدر اینو برای همدیگه میفرسیم، چقدر مسخرش میکنیم، چقدر فوشش میدیم، چقدر فوش به اسلام میدیم. حالا من روی فیسبوک یه چیزی گذاشتم که اینجوری به این بهانه صفحه فیسبوکم میخوام به شما نشون بدم. یه بار دیگه هم ازتون خواهش کنم، مخصوصا دوستان ما که میگیم، دشمنای ما که ما را حمایت نمیکنن، ما ز دوستان چشم یاری داریم یا داشتیم. ببینید این صفحه شخصی خود منه، اوکی؟ کامرای دو این سوالی اینجا رو میایم میریم صفحه بیزینسمون که مردم tv.com هست. این قسمت رو میبینید، این قسمت نوشته become supporter، بیاین حامی بشین. اینو که کلیک میکنی میپرسه ازت مایل هستی مایی $4.99 بدی به تلویزیون مردم؟ والا اینم من احتیاج ندارم، ولی وقتی $700 یه دفعه میدم یه کامپیوتری، خدایش به من فشار میاد. من یه آدم 64 ساله هستم، بالاخره همه میدونن که کار کردن تو آمریکا و پول در آوردن، خب البته اون پولایی که آخوندا میدن ما مستقیم میذاریم به حساب، ما هم احمقیم مثل شاه و آخوند و اینا، هرچی درآمد داریم میذاریم به حسابای سوئیس که استفاده نکردن بمیریم. خب حالا حقیقت رو داریم میگیم، ما هم بالاخره فشار به اون میاد. لطف کنید اینجا حمایت کنید، ولی بیایم پایین این آخوند رو بهتون نشون بدیم که میگه ما دعا کردیم و این کووید یا کرونا رفت از اینجا. بذارید فکر کنم توی پست باید پیدا بکنم یا برگردم صفحه خودم باشه که زودتر پیدا میشه. بله اینجا، بله، مصطفی عرب افسر شهبانی و فوتبالیست خوبی بود، الان شاه اللهی دو آتش است. بعد اینو آقای اکبری همشهری عزیزمون میگه، میگه که با آقای محمدی نوشتن، با سلام جناب سوربی، پیش از فردوسی هم شاهنامه ابو منصوری سروده شده بود و کار فردوسی هم جمع. بله اینو خیلی ها نمیدونن، نه فقط یه شاهنامه بود، چندین شاهنامه بود و فردوسی اینا رو جمع آوری کرده. حالا خدا میدونه کدومش مال خودشه کدومش مال خودش نیست، ولی ملت ول کردن رفتن تو اون دارن زندگی میکنن. طرف میاد میگه آقا مثل کاوه آهنگر، مثل چی ضحاک. میگم آقا ضحاکی وجود نداشته، هر کسی رو شما بگی میشه ضحاک. این سوربی که نشسته اینجا که تا یه نفر حرف بالا پایین بزنه تلفنشو قطع میکنه، این ضحاک مار به دوشه، نمیدونم فلانی ضحاک اینه. اولا این عکس رو نگاه کنید به دقت، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک اعلام کردند از تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم ها علیه حکومت ایران حمایت نمی کنند، چرا که این اقدام با تلاش های صورت گرفته برای حمایت از قرارداد هسته‌ای ایران در تضاد است. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه هایشان از ایران خواستند برای حفظ برجام تمام اقدامات ناسازگار با تعهدات هسته‌ای خود را لغو کرده و بیدرنگ به پایبندی کامل برجام برگردند. یعنی اینا رفتن به اونا گفتن آقا حالا این ترامپ خره، این ترامپ شالاتانه، این ترامپ نمیفهمه، شما کوتابیا همون قرارداد فعلا اجرا کن تا ما بتوانیم یک خاکی بر سر شما بکنیم. و ببینید دوستانی که ریپابلیک حقیقی هستیم، خانواده بوش و هواداران جمهوری خواه آنها، دختر جان مککین جمهوری خواه به اضافه بیش از 70 مقام امنیتی ملی جمهوری خواه اعلام نمودند که ترامپ به نوع خطرناکی شایستگی مقام رئیس جمهور بودن را ندارد. اینا رو نگاه کنید، اینا رو بخونید. و اما آخوند پیدا کردم، این نمیشه کوچولو بهتون نشون بدم، این انقدر مهمه باید بزرگش کنم، چون این آخوند، من اینجوری هم نوشتم مژده مژده مژده، به فرمان این آخوند مسیحی و آخوندهای ایران و باد شکم خدای بزرگ، ویروس کرونا از بین رفت. چرا باد شکم؟ شما وقتی میخوایی یه چیزی رو فوت کنی باید از درون سینه و شکم و اینها با باد بوزه یا بدمی. بله
حالا با خیال آسوده شما میتونید به کلیسا برید، پولای خود را به کشیش ها بدید، با خاطری آسوده برید سینه بزنید و قمه بزنید. این مردی که چند مدت پیش هم من بهتون نشون دادم که یک هواپیمایی میخواست بخره، با وجود که هواپیمای شخصی دو سه تا داره، میخواست یه هواپیمایی بخره 168 میلیون، اومد گفت که من به عیسی مسیح گفتم تو اگر امروز اینجا باشی با این هواپیما میری؟ گفته نه، من هواپیمای اون مدلی میخوام. مردم 168 میلیون بدید، من هواپیمای این مدلی میخوام. و مردم احمق و خر بهش دادن و اینا مالیات نمیدن، سوار میشه میره. حالا گوش کنید ببینید چجوری کرونا شما رو درمان میکنه. یه لحظه دیگه تو رو به جد تبلیغ به اون نشون نده. آها نه، خب بزرگ بزرگ، ولی حالا میزنیم بعد تبلیغ نشون میده. اینا کلکشونه بی معرفت ها. به باد خدا برو، از بین رفتی، دیستروید یعنی نابود شدی و دیگه بر نگرد. و میبینیم که بر نمیگرده. روزی 1000 نفر در آمریکا دارن میمیرن. اون وقت اگر شما میخواید به درجه حماقت ترامپ پی ببرید، وقتی که الان کانونشن یا این مراسم انتخابات و اینا هست مال دموکرات ها، هفته آینده مال جمهوری خواه، وقتی که میشل اوباما همسر باراک اوباما آمد و گفت تو نوار ضبط شده بود، گفت 150,000 نفر تا حالا مردن ولی این مردک لیاقت نداره، بلد نیست، و ما تا حالا گفتیم هرچی اینا میرن پایین ما بیایم بالا، ولی اینجوری نیست، باید دیگه واقعا یه کاری بکنیم. منظورشون رأی انقدر رأی باشه که انقدر زیاد باشه که ترامپ به هر پلیسی به هر ارتشی گو آقا بیا کودتا کنیم، بگن آقا برو خجالت بکش تو داری سیستم آمریکا. ولی اگه کم باشه، نزدیک به هم باشه، ترامپ نادان وایم نمیسه، صبرم نمیکنه. هم موقع توییت زد که نگاه کنید این فیلم ضبط کرده، میگه 150 هزار تا کشته شد تا حالا مردن از کرونا، در صورتی که 170 هزار تا مردن. همه داشتن میخندیدن، گفتن این چقدر خره. مثل اینکه پلیس شما رو بگیره بگه من میخوام بهت تیکت جریمه بدم، شما داشتی مثلا 10 مایل بالاتر از سرعت میرفتی، شما به پلیسی بگی عجب خری هستی، من 30 مایل میرفتم بالای سرعت، تو میخوای به من 10 مایل تیکت بدی؟ اون یه همچین کسی الان 4 سال آمریکا رو رسونده به اینجا. 50 میلیون آمریکایی بیکار، از 3 هفته پیش هم پولشون رو قطع کرده. خب اینا باید چیکار کنن؟ شما باورتون میشه اونایی هم که طرفدار اسلحه نبودن تو آمریکا رفتن اسلحه خریدن که آقا اگه 2 تا قوطی نمیدونم خوراکی دارم برای بچم، کسی نیاد بخواد به زور اسلحه یا فلان ببره؟ این آمریکای ترامپه. اون وقت تازه به اونای دیگه هم پرخاش میکنه، حمله میکنه. شما که این کار کردید با آخونده هست. بله، ترودو این آقای نخست وزیر کانادا مجلس کانادا رو تعطیل کرد، میگن برای اینه که در پاییز بتونه رأی اعتماد بگیره. من نمیدونم سیستم انتخابات کانادا چجوریه، بعد اینا صدر اعظمن، زیر حکومت انگلستانن، اون قسمتش که فرانسویه زیر فرانسه است چجوریه نمیدونم، ولی این که ترودو مجلس کانادا رو تعطیل کرد منو یاد مصدق میندازه که بعضیا باور دارن همون تعطیلی مجلس و اینها باعث شد که به اصطلاح مصدق پیروز نشه. امروز چون 31 مرداده و توی این هفته ای که گذشت از 25 مرداد تا 28 مرداد هر جا میزدی داشتن راجع به این ایام صحبت میکردن و یکی میگفت قیام مردمی بوده، یکی میگفت کودتا بوده. در این مورد با آقای لادن هم صحبت میکنیم که مطلبی که نوشته بودن در مورد کودتای 28 مرداد بوده و توی اون گفتن که میخوان
با دید متفاوتی اون ماجرا و اون حادثه رو برای من و شما به نمایش بذارم. میدونید که برنامه دخالت آمریکا در کودتا عوض شد، اصلا آمریکا شکست خورد و داشت میرفت که بعد این لات و لوتا و اون ماجرای $10,000 رو که قرار بوده 1,000,000 بدن و اینا، اون باعث شد دوباره بیاد و به اصطلاح بیارن زنای فاحشه رو تو خیابون، این خس و خاشاک شعبون بیمخ و نمیدونم دیگران. ترامپ رأی هم نیاره از کاخ سفید بیرون نمیره. بله، حتی دیروز با این خانم جیغجیغه که مال اینجا صحبت کردن، گفتن این اگر ایران داره میره این برونور، هر روز هم داره میره این برونور، کاری هم نداره به کرونا و مردم فاصله هاشون اینا، و هر جا میره عده مریضی ها زیاد میشه. گفت خب حالا این انقدر میگه رأی بدین رأی بدین، اگه مردم رأی دادن این رأی نیاورد، میره به سادگی مثل آدم این 245 سالی که آمریکا هر از 4 سالی یا هر از 8 سالی دست دادن و تو جشن همدیگه هم شرکت کردن و اسباب کشی کردن رفتن، زنی که جواب نداد، اینجا این نگرانی داره. ولی از اون طرف آمریکایی‌ها یه سیستمی دارن که خودشون عادت کردن که آقا این باید بره. حالا امیدواریم که پلیس و ارتش که اسلحه دستشونه این به اصطلاح دانش رو داشته باشه. خب اینم ترودو. اینجا نوشتم استیو بنن هم دستگیر شد. استیو بنن اگه قیافش یادتون نمیاد، یک کسی بود که همیشه مثل این بود که مثلا روزها این دوش نگرفته، حمام نرفته و خیلی ژولیده. اینم الان قیافش نوشته استیو بنن is charged with fraud in we build the wall campaign. یعنی اون کمپینی که درست کرده بوده این بوده که گفته ما دیوار میسازیم، و اینجا هم عکسشه. ببینید که با این موهای بلند یه مدت رفته بود ایتالیا و این ورور زندگی میکرد، بعد این همیشه هم همینجوری پیرنش، ببینید دو تا سه تا پیرن میپوشه رو هم دیگه، فکر کنم هی کثیفا رو میاره رو بعد میندازه دور، یکی از این ماجراها. خلاصه ایشون رو گرفتن، این خبر خوبیه، $25 میلیون گوش مردم نادان و چی میگن تعصب متعصب رو بریدن و چیز شد. میگن که از عجب روزگار روزگار 28 مرداد شعبان بیمخ، روز مرگ شعبان بیمخ 28 مرداد بود، روز مرگ خانم سیمین بهبانی هم 28 مرداد بود اگه اشتباه نکنم. 28 مرداد هم یه روزیه مثل روزهای دیگه، ولی خب وقتی یه نفر توی اون روز یه همچین جنایتی کرده باشه در حق ملت، من شعبان بیمخ خود سال 2004 یا 2003 رفتم، باورتون نمیشه همینجا میمشتی لات و لوتی رو دور خودش از همین قمپوزای اینجوری و اینا گرفته بود. و ما با آقای رستمی بودیم، ایرج رستمی اگه کسی بشناسش، از اون هنرپیشه قدیمی بود و این خیلی به من لطف داشت همیشه تلفنی. بعد یه بار که رفتم اونجا، اون یه دو روزی که تو هتل بودم مهمون این بودم، میومد میرفتیم اینور و شب داشتیم میرفتیم رستوران آقای مسعود احمد کیه، رستوران تهران، و بعد از ظهر این شعبان بیمخ و همین لاتولوتای دوربرش رو دیدیم. و آقای ایرج که معرفی کرد، ایرج چی گفتم اسمتون، خلاصه من دست ندادم به این و این یکم هم بهش برخورد، چون اصلا ببخشید شیرازی ها میگن گزگزم میشه، چندشم میشه یا گزگزم میشه که دست بدن به یه آدمی. الان دیدید مثل کرونا میترسی اگه به یه جا دست زدی کرونا بگیری، این اون موقع برای من مثل کرونا بود، من فکر کردم اگه به این دست بدم ممکنه یه مرضی بگیرم. بله خیلی ممنون. اینم نوشتن بخار کرونا، بعد نوشتن به خاطر، حالا من نمیدونم تنبلی یا واقعا مانی خورسندی، خدا به داد خانوادت برسه، تو دیگه از تنبلی دست من بستی. خب دو تا کلمه بنویس من بفهمم این چیه. اون بالاش نوشتی بخار کرونا، پایینش نوشتی به خاطر. حالا من باید اینو بچسبونم به اون بگم به خاطر کرونا ترامپ رای هم نیاره این اون ببانه. چه ربطی داره؟ پدر منم 28 مرداد فوت کرد. آها ببینید همین، پس خیلی خوشحالم که قبل از اینکه شما بنویسی من گفتم چیزها رو اینجوری
کاتگورایز نکنید، دستبندی نکنید که ببین، چون اگه اینجوری کنی و باید به یک قدرت ماورای طبیعت بگی بله یه همچین چیزی هست، ببین دست روزگار، نه ممکنه این یک سال مریض بوده، این که همه عمرش مرض روانی داشت، برید کتابش رو با اون هما سرشار اینا ببینید. و اونایی که میگن ایشون اسمش شعبان جعفری بوده، بگین شعبان جعفری، خودش میگه از بچگی به من میگفتن شعبون بی مخ، چون معلمه گفته این مخ نداره، کردتش بیرون. قرار بود استیو بنان روز شنبه آینده در تجمع جمهوری خواهان صحبت بکنن. به 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 میگن اندکی رانندگی میکنن. خیلی ممنون. آقا اگه رانندگی میکنی اصلا تکس نفرس، همین گوش کن بعدن بنویس و اینها. و دیگه الان هم ایامی شده که باز یه بار دیگه شما رو داشته باشیم. ایرج رستمی بازیگر سینما هم بود، فیلم احساس داغ با گوگوش و جمشید مشایخی. من هیچ فیلمی از ایشون ندیده بودم و یادم روزی که به من زنگ زد، برنامه‌ام تموم شده بود تو تلویزیون رنگارنگ، اومدم اون اتاقی که وای میسادن چای میخوردن اینها و گفتن یه نفر میخواد، گفتم با من جلوی نورا اینا بودم، نورای اونجا ببخشید خیلی تخمی، این کلمه تخمی هم بد نیست، از اونجایی میاد که یه چیزی که بد بوده مثل بادمجون تخمی میگفتن، آقا اینم تخمیه مثل بادمجون، فکر نکنید فوقی زیر شکم نرید. ای گفتم خلاصه گرم اونا، گفت نه آقا این بنده خدا آقای ایرج رستمی خیلی وقت گوشی رو نگه داشته و میخواد حتما باهات صحبت کنه، که اونجا بود که از من قول گرفت که اگر رفتم کالیفرنیا به ایشون خبر بدم. و وقتی رفتم زنگ زدم، با وجودی که مرض قند داشت، انسولین میزد با خودش و اینها، با همه اینها آدرس داد و من ماشین داشتم، با ماشین و اینها آمدیم و رفتیم و یک شبم رفتیم همون کافه تهران که آقای ستار میخوند و خدا رحمت کنه خانم ماهستی. خانم ماهستی من قبلا دیده بودم اینجا، ستارم قبلا دیده بودم. و مردم به ستار گفتن آقا آهنگ شازده خانم خندید، گفت آقای سربی اینجاست، من میترسم بخونم. هر چی سربی گفت نمیدونم، منم گفتم غزل چشمای تو یه چیزی اینجوری، اونو خوند. خب بله، ایرج رستمی، یه لینک یه عکسی هم ازش بذارید. تعجب میکنم که توی چیز نمیذاره شماها عکس بذاری، توی فیسبوک این برنامه زنده. ساعت 3:12 است، 18 دقیقه دیگه میریم با آقای امیرحسین لادن هستیم تا درباره این ایام، کودتای 28 مرداد و این کودتاست، نه یک کلمه بالاتر نه یک کلمه پایین‌تر، کودتا بوده. اون احمقی که میاد میگه که شاه که اون موقع 12 سال حکومت کرده بود، کسی که کودتا برای خودش نمیکنه، شاه رفته بود، حکومت اصلا عوض شده بود، شکل جدیدی گرفته بود، حتی حسین فاطمی گفته بود دیگه پادشاهی رو بندازیم بیرون، جمهوری کنید و فلان اینها، با وجودی که مصدق خودش دنبال پادشاهی بود، ولی پادشاهی مثل انگلستان. اون وقت طرف میگه نه آقا، این که دیگه، این فخرآور احمق گفت، فخرآور میگفت که شاه که 12 سال شاه بوده دیگه، چرا کودتا کنه؟ خب ترامپ هم الان 4 سال رئیس جمهور بوده، چرا کودتا کنه؟ ولی میکنه. این فخرآور دیگه چه مزخرفی بود، چه جوری اینو تزریق کردن؟ ولی الان یکم نیست که سر صداش افتاده و ساکت شده. خب این همین نوشته بودم، مژده مژده مژده، ویروس کرونا رخ بربست و فرار کرد این کشیشه. و اینجا نوشته بودم چگونه می شود تحلیلگر بود بدون تحقیق؟ شما اول تحقیق کنی، دوم تحلیل کنید. من به هر کسی گفتم شما خب تو زمان شاه میدونی مثلا چند کیلومتر مربع مال ما بوده، میگن نه، ولی اینا وقتی که راشا اون جمهوری به اصطلاح اتحاد جماهیر شوروی ریخت به هم و اینا جدا شدن، مال ما رو بردن. و ساده ترینش اینه، خب حالا ما اون موقع چی گیرمون میاد، حالا چی گیرمون میاد؟ من بارها بهتون گفتم صحبت از این بود که یک کانالی بکشن از دریای خزر به خلیج فارس که نفت شمال و نفت روسیه رو بتونن بیارن اونجا به آب گرم به قول خودشون، و اینو هیچ وقت نکشیدن. آخرش این آخوندها از بس پدر سوخته هستن به روسیه گفت آقا کانال میخوای چیکار، بیا پوف کانال درست شد، شما نفت تو بده ما شمال، ما پخش میکنیم تو شمال، قسمت جنوب ما به نفت میدیم، ورد برو یه بشکه بده یه بشکه بگی، نه برای تو خرج دارم نه برای ما.
اصلا به مغز هیچ جانور یه همچین چیزی میرسه؟ آقا خانم اینا رو دست کم نگیر. دست کم گرفت آقای جمشید شارمرد. امروز از یه دوستیم پرسیدم چه خبر، گفت آقا احتمالاً بدبخت مریض چی بوده اینا که اینجوری میشن، مریض اینجوری اونجا هم شکنجهش دادن لابد میمیره. گفتم اونا نه، اینقدر زرنگ هم که اگه میخوان بکشنش هم ازش اعدام و فلان میارنش در چیز که خبرساز بشه که چهار تای دیگر هم اینجوری بترسونن. آقای شارمن نشست اینجا هی شیر از یا به قم پوز در کردن یا پوز دادن، میگن چوسی میاد نمیدونم چرا، و اینقدر چوسی اومد گفت من طبقه شیشم اف بی آی هم، اونا هم آمدن و بردنش. حالا میگه که آقا مشکل فخرآور نیست، مشکل ما مردم هستیم که استعداد دروغ شنیدن داریم، در نتیجه این سبک افراد میدون پیدا میکنن. راست میگه. حسین فاطمی در میدان بهارستان اعلام جمهوری کرد در 25 مرداد، همون هم کار اشتباهی بود. میدونید چرا؟ خدا رحمتش کنه، بعدم کشتنش. ولی آقای فاطمی اگه شما زیر علم دکتر مصدق سینه میزنی، اگه اون داره میگه یا حسین، تو نباید بگی یا یزید، هرچی اون میگه تو تکرار کن. تو چرا آمدی جمهوری اعلام کردی که مردم بگن آها دیدی این میخواست حکومت پادشاهی رو به اصطلاح از بین ببره؟ کارمون خرابه. آقای سوربی از سال 1998 تا 2003 آمد تو این تلویزیون های ایرانی، تو رادیو و چند تا تلویزیون، پاکترین و بهترینش رادیو فیرفاکس بود که این با بچه هایی که با سواد بودن، از آقای بابک یکتافر گرفته تا آقای محمد علی ابوقداره و تا اسقر تادی و تا رضا شیرازی و اینا، 4-15 نفر بودیم. اینا چون با سواد بودن و این کار بلد بودن و اونجا هم یه جای پولکی نبود، یه محیط سالمی بود. بعد که ما اونجا بودیم، حالا یا صدامون یا قیافمون، اونای دیگه اومدن گفتن آقا بیا این ور فلان پول. گفتم آقا من پول نمیخوام. خلاصه رفتیم تو تلویزیون ما و تلویزیون رنگارنگ و فلان اینا، بعد دیدم آقا خیلی خرابه. آمدم با این جمله، کارمون خیلی خرابه، از هر جهت که شما بگید خرابه. شما تحلیلای آبکی ما رو تو تلویزیونا تو مهمونی ها میبینی. آقا میاد آقای پروفسور شما بفرمایید اینجا بگید ببینیم که نظر شما درباره این چیه. آقا این آقای پروفسور مثلا رشتهش کشاورزیه، ماکسیمم چیزی که بلده تفاوت کود شیمیایی و گوه معمولیه، ولی میاد اونجا. خب فضائل عزیزان، آها میگه شارمه مفت رفت. نه عزیز من، رفت دنبال پول. آقا توی این زمان کرونا کسی که آیتی بلده چرا بلندشو بره هند و دبی و این ور و اون ور؟ و بچه هاش بزرگن، یعنی دیگه نمیخواد تویشن، نمیخواد شهریه مدرسه یه چیزی بده، اونا آبش گلیم خودش نمیاد. کسی که پارکینسون چی میگفتی؟ مرضش بمیسمینیم اینجا چیه؟ آقای عزیزم بیشتر با ایشون آشنا بود. شما بودی خودت میزداز چی جای اون میرفتی با یه همچین حالی توی هواپیمایی که کرونا از این ور میره تو فیلتر، از اون ور میاد توی خره؟ شما بودی بلند میشدی برای 1,000,000 دلار 2,000,000 دلار بلندش بری هندوستان؟ خب اینا پول، هرس و دست کم گرفتن دشمن. تو کشتی این آقای فرخیان، آقای قشقایی، آقای فرجام، آقای شکیبایی اینا به ما یاد میدادن، میگفت حریف تو دست کم نگیر. بعضی وقتا مثلا حریف پاشو میده که تو پاشو بگیری، این یه لنگشو که میگیری اون میاد رو سرت خیمه میزنه. اینا دفاعکارا اینجوری بودن. اون وقت تو بدبخت رفتی اون زور چپیدی، یا دو تا امتیاز که میگرفتی میگه حالا دیگه وقت گذرونی نکن، فکر کنی جلوه، یه دفعه میقلتونت 3 تا امتیاز میگیره، فیتیلی پیچر میکنه میچرخونه، دو تا 3 تا 6 تا میگیره ازت. اینا حریفو کم گرفتن، دست کم گرفتن، نمیان از یکی مثل عزیزان سوال کنن آقا این حریف شما یه جوون رو چجوری دستگیر کرد تو ایران، چه بلاهایی سرت آوردن ایران، ترکیه، اینجا، اونجا. شما حاضری به این سادگی بری ایران تا یه خبری میشه، تا یه شلوغی میشه بلنشی بریم؟ آقای بلند شد کی بود این مال انجمن نمیدونم چی رستوران یونانی باز کرده،
بلند شد رفت با همین آقای کلتی مهمنم دوسته، رفت ایران. بعد توی خونه نگهش داشتن، اونی که تو خونه نگهش داشتن اعدام کردن. اینم اومد با افتخار بله من رفتم ایران و خلاصه نشد کاری کنیم اومدیم، ولی متاسفانه اون کسی که به من جا داد اونو اعدام کردن. این مردکه رو باید به ایران بزنن تو سرش، میگن تو بلند شدی از لس آنجلس رفتی اینو به کشتن دادی اومدی، یه نیرو که تو ایران داشتی تو کشتیش. اینجوریه. بله پارکینسون، بله این مرض پارکینسون همین بیچاره. حال دخترش میگه این اگر سوزنشو به موقع نزنه اصلا پاشو نمیتونه تکون بده، دستشو نمیتونه تکون بده. یه ویدیویی من ازش دیدم آقای عزیزان، اصلا این مثل اینای هست رعشه‌ای میگفتیم تو ایران، ما که بلد نبودیم پارکینسون چی چی اینا، اصلا اینجوری اونجوری میکنه اینجوری. آقا مگه مجبوری بشینی جلو دوربین؟ چه فرقیه بین این با اون روحانی که جلو دوربین قش کرد؟ روحانی دیوانه رو میگم، نه اون مجنون مال ایران رئیس جمهور. این تیمسار روحانی چون برادرش تقی روحانی بوده، این هم یه مدتی تو رژیم رفته زندان، بعد میگه من اعدام بود و حکمم فرار کرد. خب اگه ایران اینجوریه که زندانیش حکم اعدامم که داره فرار میکنه، خب احتمالاً آقا شارمر هم فرار میکنه میاد. خب میگه screw virtual school since this morning I had not time to check any website just came in یا coming. بله خیلی خوش آمدید. این ویرچوال و اینها میدونید الان چند تا دانشگاه رو باز کردن توی آمریکا و این دانشجوها که چند ماه تو خونه با پدر مادرهاشون بودن با اون محدودیت دودیت ها مواظب باش نمیدونم اینو بزن اونو بزن ماسک بزن و اینها، حالا رفتن دانشگاه. بله دانشگاه هرچی هم میخواد مراقبت کنه محافظت کنه. 4000 نفر رو توی محیطی بریزی، بعدم شب اول هفته اول رفتن همشون پارتی، تعداد مریضی ها هی داره زیادتر میشه هی داره زیادتر میشه. خبرنگار باهاش مصاحبه میکنه میگه از کرونا نمیترسی، فوش میده به کرونا، میگه این دروغه این دسیسه است. همین آقایی که فوت میکنه اون بدبخت هم لابد یا تلویزیون رو گوش میده یا با طرفدار ترامپ. بله اینم باز از خودتون سوال کنید چگونه میشود تحلیلگر بود بدون تحقیق؟ یه چیزی رو که من الان از اون روزی که آقای مبصر برای من گفته، آقای همایون خان، میخوام برم اینه یه چیزی یاد بگیرم بخونم قرارداد رو پیدا کنم ببینم آقا این دریای خزر یعنی چی. شما این نقشه ایران دریای خزر رو میکشه تا دل روسیه، این مال شما نیست. این نقشه اینجوری قشنگتر بوده، بالا آبی پایین آبی، این هر کدومش یه حدی یه حدودی داره. یاد بگیرید و یادتون باشه اگر دو تا قوطی خاویار سالیانه از شاه میگرفتید حتما از این آخوندها دو برابرش رو بگیرید و حقیقتا اینا دارن دو برابر دور شاه بهتون میدن. زیرو دو برابر زیرو بازم میشه زیرو، هیچ ذره داره دو میشه هیچ. خب این مردکه شالاتان که از روزی که اومد گفت من کارخونه ها رو برمیگردونم و اینها، دیروز و پریروز به مردم آمریکا میگه لاستیک گودیر نخرید. گودیر یکی از لاستیک های خوب آمریکا که تو آمریکا هم تولید میشه، چرا نخرین؟ اینا گفتن آقا در محیط کار شما نمیتونی تبلیغ کنی از کلاه چیز بذاری سرت، کلاه Make America Great Again بذاری. آمد گفت مثل اون دو هفته پیش بود قطعی لوبیا گرفت دست گفت لوبیا بخورین تا مثل من به جای پایین از بالا حرف بزنی نمیدونم از این مزخرفات، دختر احمقتر از خودشم این کار کرد. اصلا اینا برای وایت هاوس احترامی قائل نیستن. اتفاقا هفته آینده میخواست از میخواد از وایت هاوس به اصطلاح این کانونشن رو ران کنه که این یه چیز غیر نرماله، ولی خب شرایط الان نرمال نیست. بله آقای زمانیان میگه مثل سیامک ستوده و ملوک خدا بخشیان لرزش داره بدنش. بله دیدم مانی خدا بخشیان هم این آخریا با امیر قاسمی میمد هی اینجوری میکرد هی دستشم میگره. آقا من اگر یه روز اینجوری شدم عکسمو میذارم اون پشت حرف میزنم. برای آقای سیامک ستوده هم نوشتم آقای ستوده هی اینجوری میری زیر میز و اینا، شما این فقط دستت نیست، این دستت که تکون میخوره ما این بالا هیکلت هم میبینیم. آقا از مردم چیزی رو پنهان نکنید. یا هنرپیشه چیه کیه از جوانیش فاکس، مایکل فاکس،
از جوانیش این مرض رو گرفت، آمد فعال شد اینها، یا مثل اون با افتخار بیان براش فعالیت کنید، به مردم هم بگید دوربین هم همین ستینگی که تا اینجا داری تا دست تو اینا رو نشون میده، نه که فردا که پارکینسون گرفتی از اینجا صحبت کنی، حالا این زیر هم دستت اینجوری اینجوری مثل این عروسک ها داره برای خودش میچرخه. کارمون چیه؟ همه با هم بگید. خیلی خرابه این صندلی، ما هم بیاد بالاتر آماده بشین. بله خیلی ممنون دوستان عزیز، من اینجا یادم رفت بهتون بگم که لطف کنید این برنامه ها رو با دوستان خودتون شیر کنید. امروز توضیح میدم اگر 20 نفر برای 20 تا از دوستاشون بفرستن، اون دوستم برای 5 تا بفرسته، اونم برای اون بفرسته، میگفت نمیدونم تو چند تا یه چیزی بود، تساقط بود چی بود تو ریاضی ها، که میگفت یه دفعه در عرض اینقدر میشه 300,000 تا. و الان ما فیسبوکمون عدد و رقمایی که داریم نقل 208,000 تا 300,000 تا. و لطف کنید روی فیسبوک دکمه فالو رو بزنید، روی یوتیوب دکمه سابسکرایب رو بزنید، روی فیسبوک صفحه مردم اون بیکام سپورتر رو سپورت کنید، ماهی 5 دلار حمایت کنید. آقا 10 تا 5 دلار میشه 50 دلار، ما پول اینترنت که میخوایم بدیم 50 دلارش رو شما میدید، باقیش کمتر به ما زور میاد. اینم از این. ساعت 2:25 است. اجازه بدید من ببینم اینجا براتون چی گذاشتم. گودیه رو نوشته بودم بله بک‌گراند اپ. من این کامپیوتری که گرفتم بعد از مدت ها بالاخره ویندوز 10 استفاده میکنم. ویندوز 10 اولی که اومده بود میگن باگ داره و اینها، و ما با ویندوز 7 دیگه تنبل شده بودیم، ویندوز 10 رو نگذاشتیم، چون وقتی هم گذاشتیم خیلی از پروگرامامون کار نمیکرد. ولی دیگه الان شما نمیتونید، چون ویندوز 7 رو سپورت نمیکنه و یه روزی لنگ میشی، بهتر زودتر بیای خودت عادت بدی، اگه پروگرامی هم کار نمیکنه پروگرامر رو عوض کنی. الاخر یه چیزی که من دیروز یاد گرفتم اینو به شما یاد میدم، چون یکی از دوستان گفت آقا اینقدر منت این سعید رو نکش، هر چی بهش گفتی. آقا یه آقایی هم بود رضا، باباش هم راننده بود، خیلی هم پولدار تو کانادا. این هم ما سالها بهش گفتیم آقا یه ویدیوی تو که اینقدر بلدی درست کن، بیا به مردم یه چیزی یاد بده. یه روزی نشست یه ویدیو درست کرد، از ترسی که سو نشه یه عکس از اینجا میگیره رو اکثر میپوشه، یه عکس از اونجا میگیره اون. گفتم آقا این چی درست کردی؟ منی که میدونستم راجع به چیه نفهمیدم، تو بدتر منو گیج کردی. در صورت منتظر سعید نمیشینیم. دوستان اگر شما ویندوز 10 دارید، اگر خوب کار میکنه که، ولی اگه فکر میکنید سلو هست، آهسته هست، طول میکشه تا این چیز و اون چیزا، یه پروگرامی بیان این سمت چپ پایین بزنید استارت، یا همون دریچه ها ویندو بزنید. من صفحه رو اصلا اینجوری براتون نشون دادم، عذر میخوام از شما. سلکت ایریا صفحه یک کمی، چون کامپیوتر ما 20 چند اینچه ممکنه اینجا شما کوچولو ببینید، اب نداره، چون بعدش که میزنم چی میشه. نگاه کن سمت چپ صفحه، این گوشه عکس یه پنجره است، اصلا اسم ویندوز اینه، اینو کلیک کنید. بعد همینجا بالای همین میبینید 3-4 تا که خاموش روشنش اینجا هست، این ستینگ یا چرخ دنده، اینو کلیک کنید. حالا برای خودم هم نوشتم، بعد نوشتم از اینجا بیان توی پرایوسی، حالا بگردید پرایوسی، یه قفله میبینید اینجا، اینو کلیک کنید. بعد توی این پرایوسی بیاین اینجا سمت چپ برید پایین. این نگران نباشید، چون توی یوتیوب میذاریم میتونید اونجا یواشش کنید، نگهش دارید. اینجا نوشته background app، یعنی اپا و برنامه‌هایی که پشت دارن کار میکنن. نگاه کنید دوستان ببینید چقدر برنامه تو کامپیوتر من اون پشت داره کار میکنه، اینو خاموش کردم. اگه روشن کنم همه اینا اون پشت چیکار میکنن؟ شروع میکنن استفاده کردن. background app خاموشش کنید. خاموش که کنید همه اینها خاموش میشه، کامپیوترتون فستر میشه، کمترم اطلاعات شما رو به اونها ارسال میکنه. ممنونم. یه روزی ما یه چیزی گفتیم بالاخره تو برنامه‌مون، سعید گفت آقا ما بالاخره از تو یه چیز یاد گرفتیم، ماجرای پینگ بود برای سرعت. گفتیم پینگ مثل پینگ پونگ هست، پینگ پونگ پینگ پونگ. ای گفت من همیشه میخواستم برای اینایی که یادشون میدم تعریف کنم این پینگ چی هست، تا با این تعریف خیلی آبدوخیاری و سادت این مشکل رو حل کردید. دوستان عزیز اگر از مزخرفات من خسته شدید، خبر خوب این که میریم سراغ آقای
لادن، که بلکه 4 تا حرف حسابم چی باشه بفهمیم و بشنویم و در موردش فکر کنیم. و سعی میکنم هفته آینده با آقای همایون مبصری هم باشیم تا ایشون درباره خلیج فارس و دریای خزر صحبت کنه. بریم سراغ اندیشکده، اندیشکده آگاهی و شناخت، آقای امیر حسین لادن. ببینم که ایشون هم هستن. بله، این صدای خوبه، صدای خوبی هست. به به، بسیار عالی. اونجا هم گرمه. خب اجازه بدید که من تصویر آقای لادن رو هم بیارم روی سیستممون و اینجا هم اضافه کنم آقای لادن گرامی. بله دوستان عزیز، همون جوری که اول برنامه هم بهتون گفتم، با آقای امیر حسین لادن هستیم و ایشون محقق، نویسنده، پژوهشگر و از اندیشکده آگاهی و شناخت با من و شما هستن. من به نوبه خودم ممنونم که ایشون با نوشته هاشون، با صحبت هایی که توی برنامه مردم تیوی و ویدیوهای خودشون انجام میدن، ما رو آگاه میکنن و ما رو به فکر میندازن که درباره یه چیزایی فکر کنیم. آقای لادن سلام میکنم به شما، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و با ما هستید. درود بر شما جناب صاحبی، بر بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون. منم خوشحالم که در کنار شما هستم. اگه اجازه بدین، ما امروز در دو قسمت دو موضوع رو با شما در میون بذاریم و از پاسخ شما استفاده کنیم. موضوع اول ماجرای کودتای 28 مرداده که من به هیچ قیمتی حاضر نیستم اسم قیام مردمی و این مزخرفاتی که دیگران میگن، چون دیگه خود آمریکا و مدارکی که هست اصلا دال بر کودتا بودن هست. و پس بذارید خیلی رک و راست بگیم کودتای 28 مرداد. ولی این هفته شاهد مطالبی بودیم در رادیو تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه های نوشتاری و اینها در مورد کودتای 28 مرداد. وقتی با شما صحبتی داشتم، شما گفتید که میخواهید اون رو با دید متفاوتی به نمایش بگذارید. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، به ما بگید که کودتای 28 مرداد و نگاه متفاوت شما. حتما، سپاسگزارم. یک پژوهشگر آمریکایی، یک نویسنده و پژوهشگر پیشرو آمریکایی می نویسه ایران دموکراسی داشت پیش از آن که ما آن را حذف کردیم. همچنین اشاره کردین، این هفته 67مین سالگرد سرنگونی دولت مصدقه و من به هیچ عنوان قصدم بازگو کردن ماجرای کودتا نیست، چون هممون با ماجرای کودتا با تفاوت‌های آشنا هستیم. و وقتی میگم با تفاوت‌هایی، اون تفاوت اصلی مال شاه و طرفدارانشه. برای اینکه شاه توی خاطراتش، توی پاسخ به تاریخ، به کودتای 28 مرداد میگه رستاخیز ملی. خب ببینید، به نظر من اتفاقا کاملا قابل درکه. برای اینکه اگر ما، شما و من و دیگران به جای شاه بودیم، برای حفظ آبرومون همین داستان و یا داستان شبیه به این رو سرهم میکرد. رضا پهلوی هم چاره ای نداره جز رد این مسئله، چون اگر بپذیره که پدرش با کودتا و از طرف بیگانگان به سلطنت گمارده شد، دیگه مشروعیتی براش باقی نمونه. اینی که می نویسه درسته که آمریکایی ها از پدرم پشتیبانی می کردن، ولی کودتا افسانه است. به هر حال همونجوری اشاره کردم، می خوام یه جور دیگه به این مسئله نگاه کنیم، ببینیم چه چیزی برای امروز ما وجود داره.
اشاره کردم به نتیجه گیری این پژوهشگر آمریکایی که میگه ایران دموکراسی داشت به وسیله آمریکا حذف گردید. من میگم ما باید این واقعه رو یه مقداری ازش آسون عبور نکنیم. اجازه بدیم که اصلا ببینیم مصدق چگونه نخست وزیر شد. ما همه میدونیم که چگونه سرنگون شد. این در اون زمان توی مجلس داشتن یه دونه چیز به وجود آوردن، یه دونه کمیسیون به وجود آوردن، کمیسیون بررسی لایحه قرارداد نفت، قرارداد الحاقی، یعنی همون قراردادی که رضا شاه اضافه کرد به نفت و 60 سال دیگه ایران رو گذاشت در اختیار انگلیس ها. این کمیسیون پس از مطالعات میاد گزارش خودش میده به مجلس و بالاتفاق با قرارداد الحاقی مخالفت میکنه. این همون زمانیه که نماینده های جبهه ملی هم که یک اقلیت کوچیکی بودن در مجلس طرح میکردن که نفت باید ملی بشه. مصدق پس از اینکه اون گزارش داده میشه یه پیامی میفرسته، میگه ملی کردن صنعت نفت ایران تنها راه استیفای حقوق ایران است. انگلیس میبینه این مسئله داره یه مقداری جدی میشه و یه طرحی میریزه. این مسئله هنوز قبل از اینکه نفت ملی بشه و قبل از اینکه مصدق بشه نخست وزیر، مصدق نماینده تهران در مجلس، ولی انگلیس شروع میکنه برنامه ریزی کردن که چجوری جلو این حرکت رو بگیره. میاد سید ضیاء رو انتخاب میکنه که دوباره بکنش نخست وزیر. بعد میره تو مجلس، یه عده از نمایندگانی که طرفدارش بودن اونا رو آماده میکنه، یه عده ایرم که میتونسته با رشوه و پول بخره میخره. بعد میره پیش شاه، شاه رو آماده میکنه که از این مسئله حمایت کنه. بعد میان یه نفر رو انتخاب میکنن که بشه مأمور اجلای این برنامه و اون شخص نماینده مجلس بود، اسمش بود جمال امامی. جمال امامی هم با انگلیسا بود هم مورد اعتماد شاه، میشه مسئول پیاده کردن برنامه. جمال امامی سالها بود که این کاره بود و میدونست که بزرگترین صد جلوی این موضوع مصدقه، ولی از یه طرف هم چندین بار رفته بود پیش مصدق قبل هم، قبل از اینکه این مسئله پیش بیاد، و به مصدق گفته بود که شما که اینقدر ناراضی هستی چرا خودت نمیای بشی نخست وزیر؟ ما مصدق گفته بود نه، من هیچ علاقه ای ندارم. جمال امامی فکر میکنه که بیاد با یه تیر دو نشون بزنه، هم مصدق رو از سر راه برداره و همین که سدزیا رو بیاد معرفی کنه برای نخست وزیری. اینه که توی اولین جلسه علنی مجلس میگه من پیشنهاد میکنم که محمد مصدق بشه نخست وزیر. حالا اون برای داستان اینه که مصدق از این توطئه پشت پرده کاملا خبر پیدا کرده بود، میدونست که انگلیس نماینده هاشو جور کرده، رفته با شاه تبانی کرده و قرار سدزیا رو بیارن. به محض این که میگه من پیشنهاد میکنم که محمد مصدق بشه نخست وزیر، میگه بنده میپذیرم. مجلس منفجر میشه، همه شروع بکنن کف زدن و تبریک گفتن به مصدق. اونایی هم که با مصدق مخالف بودن دیگه مجبور میشن کف بزنن و تبریک بگن. مصدق تو خاطراتش مینویسه که این ماجرا، این نحوه اجرا، تو هم جمله خودش رو براتون بخونم، میگه چون این رأی تمایل برخلاف سنن مشروطه بود، یعنی شفاهی بود، بعد کتبی بخوام، من تقاضا کردم رأی گرفته شود و میگه چون رأی مخفی بود اون اتفاق آرا تبدیل شد به اکثریت. از 100 تا نماینده 79 داشت رأی میده که مصدق بشه نخست وزیر. خب ببینین، مصدق بلافاصله میگه که من در صورتی میپذیرم که لایحه ملی شدن نفت رو شما تصویب کنید. بلافاصله تصویبش میکنن و مصدق میپذیره میشه نخست وزیر. حالا
این چه فرقی داره با انتخابات نخست وزیر تا اون موقع؟ برخلاف قانون اساسی هر بار شاه بعد موقعی که پدرش بود، پدرش یک نامی رو میداد به رئیس مجلس، میگم من میخوام این بشه نخست وزیر. رئیس مجلس میرفت با تبانی و جلسات پنهانی یه در آماده میکرد، میآورد اونجا معرفی میکرد یارو رو، با شلوغکاری و چیزای دیگه حالا 99% موفق میشدن و اون طرف میشد نخست وزیر. یعنی همیشه از طرف شاه و دربار. این اولین بار بود که نماینده های منتخب مردم مصدق رو انتخاب کردن. برای همینی که همیشه میگن تنها دولت مردم سالار. پژوهشگر آمریکایی می نویسه در این مورد، میگه ایرانیان نیاز ندارن که ما به آنها در مورد آزادی و دولت منتخب مردم بیاموزیم. مردم ایران مدت هاست که برای به دست آوردن آن تلاش و مبارزه کردند. ما بودیم که با کودتای 1332 نخستین دولت مردم سالار در خاورمیانه را سرنگون کردیم و حکومت فاسد و خودکامه شاه و ساواک وحشی رو به مردم ایران تحمیل نمودیم. حالا ببینید در ادامه چی میگه، این واقعا جالبه. فکر کنم بیشتر ما ایرانیان اینو از دهن دیگران نشنیدیم. میگه جامعه روحانیت که آدمهای عقب مانده و ناآگاهی هستند، از باطلاق و مرداب رژیم سلطنت سر درآوردند. ایرانیان میدانند که در میهنشان دموکراسی داشتند و ما آن را نابود کردیم. تاریخ دوران اخیر ایران تاریخ مردمی است که پیوسته گرفتار حکومت‌های دیکتاتوری بوده. این دیکتاتورها به وسیله ابرقدرت‌ها علم و پشتیبانی می‌شدند. منحرف کردن و سرکوب جنبش‌های دموکراتیک انقلاب 1357 را رقم زد و ایرانیان را گرفتار دوره جدیدی از مبارزه و تراژدی کرد. سپاسگزارم. خب آقای لادن، بیان این موضوع برای ما ایرانی‌ها چه معنی و مفهومی میتونه داشته باشه؟ پرسش بسیار منطقی و بجاییه. ببینین، من فکر کنم چیزی رو که به نمایش میذاره درک اهمیت نقش دولت. دو تا ماجرا رو در این رابطه ای با هم نگاه کنیم اینو روشن میکنه. نخست ایران، یک گزارشی از CIA در مورد اوضاع کشور ایران، سند شماره 46 شورای امنیت، تاریخش هم از 4 فوریه 1952، این 10 ماه پس از ملی شدن صنعت نفت. طی این گزارش CIA و توی گیوم است، طی دورانی که ایران در محاصره اقتصادی انگلیس است، نخست وزیر مصدق و جبهه ملی بر صحنه سیاست ایران مسلط هستند. از پشتیبانی پرشور مردم برخوردارند. بعد میگه کارگران، کاسبکاران، آموزگاران، دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان دولت همه از پشتیبانان مصدق و حکومت هست، دولت هستند. بحران نفت هیچ تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی سطح زندگی مردم نداشته. با اینکه صنعت نفت 10 ماه است که تعطیل و راکد می باشد و درآمدی برای کشور نداشته، مصدق موفق شده تا به امروز از درهم شکستن اوضاع مالی جلوگیری نماید. هیچ تأخیر غیرعادی در پرداخت حقوق کارمندان دولت، ارتش و نیروهای امنیتی به وجود نیامده. با اینکه اکثریت کارمندان و کارکنان شرکت سابق نفت بیکار هستند، ببخشید، حقوق و دستمزدهایشان مرتب پرداخت شده.
در مورد محصولات نفتی نیازهای داخلی کشور از طریق پالایشگاه کرمانشاه که مشغول فعالیت است تأمین می شود. بحران اقتصادی کوچکترین تأثیری بر زندگی کشاورزان و روستاییان نداشته و تولیدات کشاورزی به طور معمول پابرجا بوده. هیچ کمبودی در واردات چای و شکر نیز پدید نیامده. و اما گفتم دوتا ماجرا. ماجرای دوم، آمریکا با نزدیک به 3 قرن سابقه دموکراسی و جامعه مدنی، طی 3 سال حکومت خودکامه و فردی ترامپ در حد یک فاجعه سقوط کرده. چهره جهانی آمریکا از یک کشوری که بهش میگفتن سرزمین فرصتها، که آغوش بازی برای پذیرفتن مهاجران داشت، تبدیل شده به کشوری با درهای بسته و دیوار و خشونت و اخراج مهاجران. آمریکا تا پیش از دولت ترامپ همراه کشورهای دموکرات بود، پشتیبان حقوق بشر، اکنون پشتیبان دولت‌های یبودی ضد محیط زیست، بی تفاوت در مقابل نقض حقوق بشر. اوضاع داخلی آمریکا در ظرف 3 سال شبیه کشورهای جهان سوم شده. 30 میلیون بیکار، 1/3 کشور نیازمند به کمک برای زیستن یعنی گرسنه، 5 میلیون مبتلا به کرونا، 170,000 قربانی. حتی نیمی از کمک‌هایی که مجلس برای پشتیبانی از مردم و شرکت‌ها و کسب‌های کوچک تأیید کرد، به وسیله دولت ترامپ رفته توی جیب میلیاردرها و شرکت‌های عظیم. همون روشی که در کشورهای عقب افتاده رواج داره. یعنی دولت و برنامه‌های دولت تعیین کننده سرنوشتن. به نظر من و پرسش شما واقعا عالیه. ما داریم یه درسی از این فاجعه میگیریم، چون اکثریت بزرگی از هممیهنانمون تو ذهنشون این تصوره که ایران چون یه کشور عقب افتاده فرقه گرای مذهبی به ویژه شیعه، روی موضوع خیلی تاکید میکنن، با مردمی خرافاتی 100 سال زمان میبره که تغییر کنه و به این زودی ها نجات پیدا نمی کنه. ولی میبینیم که ترامپ و تجربه آمریکا این پاسخ و جلوی ما میذاره، میگه بله میشه طی مدت کوچیکی با دولت مردم سالار و برنامه مردمی و ملی ایران رو نجات داد. سپاسگزارم. بسیار ممنون. از شما گفتید 30 میلیون بیکار، دیشب گفتن 50 میلیون، چون جدیدن باز یه سری بهنجاری های توی قسمت کار و پول به مردم دادن و اینا اتفاق افتاده که باز ریخته اینجا رو به هم. در رابطه با مردم گرسنه آمریکا گفتید، دوستان میتونن روی یوتیوب نگاه کنن که میان ساعت ها وای میسن که یک قوطی یک کارتون خوراک و اینها دریافت کنن. و شما گفتید 5 میلیون مبتلا به کرونا. باید اضافه کنیم که چون روش آزمایش در آمریکا خوب نبود 5 میلیون هست کاملا. اگر به درستی انجام میشد اون وقت روش به اصطلاح عدد حقیقی پیدا میشد. خیلی ممنون که ما رو روشن کردید درباره اینکه چه معنی و مفهومی داره. معنی و مفهوم سادش هم آقای اکبری همشهری من نوشته که خان میبخشه، خان علی خان نمیبخشه. آمریکا خودش میگه ما کودتا کردیم، ولی هواداران شاه میگن نخه، قیام ملی بوده. درصد من از شما ممنونم، از دوستان هم ممنون هستم. اگر دوستان لطف کنن این برنامه رو با دوستان خودشون شیر کنن و روی فیسبوک فالو کنن، این برنامه های شما رو جدا خودتون روی اندیشکده روی یوتیوب قرار میدید، اونا هم میتونن اونجا بیان سابسکرایب بشن که هر وقت شما ویدیویی میذارید بلافاصله. خیلی سرویس کانوینینتی هست، خیلی راحت و خوب هست.
من همونجوری گفتم اجازه بدید امروز در دو موضوع دو بار به اصطلاح درباره دو تا موضوع صحبت کنیم. موضوع دومش این برنامه گشایش اقتصادی بود که سوال ما هم این بود که آیا مردم دوباره در این تله رژیم میافتن یا نه. شما توی مقاله این هفتهتون برنامه گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی نوشتید که البته منظور حقیقی حکومت از گشایش دستیابی به باقی مانده اندوخته های مردم و هدف حکومت گشایش جیب مردم و دستیابی به چند قازی است که برای روز مبادا یا به قول فرنگی ها روز بارانی کنار گذاشتن. حالا این ماجرا رو شما چگونه میبینید؟ البته مثل که بین خودشون هم اختلاف هست و به توافق نرسیدن، چون اینو اونا هم فکر میکنن که این حربه روحانیه که فقط این باقی مانده مدتش رو بگذرونه و هر چی میتونه همینجوری که شما میگین دستش رو تو جیب مردم کنه و از اونجا پول در بیاره. بفرمایید شما این ماجرا رو چجوری میبینید؟ حتما یه ویدیویی از جلسه خصوصی هیئت دولت اومد بیرون که با کمال وقاحت و به صراحت این جمله رو من توش در آوردم. دقیق جمله اون ویدیوست: چنانچه بتوانی نقدینگی موجود در جامعه را جمع آوری کنیم، دلارهاشون رو بگیریم، سکه هاشون رو بگیریم، یک سالی میشه اقتصاد ایران را با آن اداره کنیم. یکی از اون اشخاصی که دو جلسه است اسمش از حسین مرعشی، اون میگه که در رابطه با بررسی معاملات بورس در کشور برآورد شده که نزدیک به 30 میلیارد دلار نقدینگی در کشور وجود دارد. مردم به صورت دلار و یورو و سکه اون رو ذخیره کردن. حسن روحانی از مرعشی میپرسه از کجا این مبلغ را میدانید؟ این مبلغ معروفه و گفته شده، ولی از کجا میدونید شما؟ این دقیقا گفته اون توی اون ویدیوست. مرعشی بلافاصله در مورد مبلغ، در مورد مقدار کوتاه میاد و میگه که این باز دوباره تو گیوم است، کارشناسان و کسان زیادی این حرف را میزنند. تعداد سکه های فروخته شده را میتوان مشخص کرد، ولی اسکناس را نه. در ادامه میگوید تفاوتی نمیکنه که 30 میلیارد دلار یا کمتر باشه، هرچه باشد برای جلوگیری از تشدید رکود میتواند راهگشا باشد. او میگوید شرکت نفت اگر میتونست نفت بفروشه امروز باید 25 یا 24 دلار بفروشد. نفت را بدین دست مردم، سکه ها و دلارهاشون را بگیرید. این پایان ایگیوم است. ببینید رژیم فقاهتی به اون چند صد میلیارد دلاری که آقایون حکومتگران و توله هاشون با کلاهبرداری و دزدی چپاول کردن و از ایران خارج کردن مشکلی نداره. بند کرده به پسنداز و اندوخته ناچیز ملت. و اینو باید در نظر داشته باشین که این تلاش مذبوحانه برای فرار از بنبستیه که حکومت امروز باهاش روبروه. راه پس و بیش نداره. اون قرارداد 25 سالم که تازگی اتفاق افتاده با چین در همین راستاست و دلیل دیگری بر این بنبسته. یعنی کفگیر رژیم به تای دیک خورده. جز پیش فروش کردن نفت و گاز، قرار دادن جزایر و بنادر در اختیار بیگانگان و واگذاری حق ماهیگیری به آنان، چیز دیگری در دست نداره. رژیم فقاهتی در کمال بیشرمی و اوج ریاکاری میخواد همون نفتی رو که به چین پیش فروش کرده برای بار دوم به ملت ایران بفروشه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. در رابطه با تحریم، مخصوصا چون آمریکا هم این هفته داشت تلاش میکرد که این تحریم ها رو قوی تر کنه یا تمدید کنه و اینها،
ولی شاهد هستیم که رژیم تمام مشکلات کشور رو تقصیر تحریم میندازه. حالا به اصطلاح تمام مشکلات اینها واقعا زایده تحریم هاست یا عدم مدیریت و مشکلات خودشون هم مزید بر علت؟ بسیار بسیار عالیه. ببینید، رژیم فقاهتی برای ردگم کردن و برداشتن تمرکز از روی حقایق تحریم ها رو کرده پیرن عثمون و تمام مشکلات کشور رو میندازه روی تحریم. ولی پاسخ هست نه، اینطوری نیست. تحریم ها در شدت بخشیدن به اوضاع ناهنجار اقتصادی کمک کردن، ولی مشکل اصلی و اساسی ورشکستگی اقتصادی و فقر و درماندگی در ایران ریشش در فساد گسترده و بیوطنی مطلق ملاها و شرکاست. در بیکفایتی، بیلیاقتی و مدیریت رابطه ایست که شما بهش الان اشاره کردین. در جمهوری اسلامی است که شایسته سالاری رو در نخستین روزهای پیدایش رژیم ذبح اسلامی کرد. فکر کنم همه یادشون باشه که خمینی در آغاز انقلاب گفت ما متخصص نمیخواهیم، متعهد میخواهیم. من یادمه که ما به این موضوع خندیدیم، ولی خنددار نبود، فاجعه آفرین بود. گفته خمینی که ما متخصص نمیخوایم تبدیل شد به فلسفه سیاسی رژیم. نه تنها آخوندهای بی سواد و عقب افتاده و بچه آخوندهای حوزه ها تمام مشاغل مهم دولت و حکومت رو به دست گرفتن، بلکه اوباش و اراذل، دلالان و واسطه ها هم وارد سپاه و پلیس و انتظامات و امنیت و دستگاه های دادخواهی شد. این شروع تمام کمبودها و کجروی ها، آغاز تمام خلافکاری ها و دزدی ها، شکنجه و تجاوز به زندانیان، خشونت و بربریت در کوچه و خیابان تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر شد. خمینی کمدان ناخودآگاه همون برنامه رو پیاده کرد که مشاور اسکندر برای نابودی ساختار ایران به او پیشنهاد کرده بود. این شخص به اسکندر گفته بود برای نابود کردن فرهنگ ایران لازم نیست کتابهایشان را بسوزانی، بزرگان و خردمندانشان را بکشی و به زنان و کودکشان تجاوز کنیم. از میان مردم آنهایی که نمیفهمند و کم سوادند به گارهای بزرگ بگمار، یعنی آخونده و بچه آخونده. آنهایی که میفهمند و با سوادند به کارهای کوچک و پست. فهمیده ها و با سوادها یا کشور را ترک میکنند یا خسته و سرخورده عمر خود را در انزوا سپری خواهند کرد. این آخر گیوم است. متخصص نمیخواهیم یعنی چی؟ یعنی بیمار برای درمان باید بره پیش دانویس، مسافر باید نخست استخاره کنه، تاجر نیاز به فالبین داره. ولی میدونیم که خمینی و بقیه آقایون هم خدا رو میخوان هم خرما. خمینی زمانی که مریض شد نه دانویس براش آوردن و نه حتی او رو برای شفا بردن به حضرت معصومه، حرم حضرت معصومه یا امام رضا، بلکه بردن به مجهزترین بیمارستان و بهترین متخصصین او رو احاطه کردن. این شعار بی اساس خمینی نتیجهش همین شد که امروز شاهد هستیم. کشوری که همه چیز وارونه شده، واژگون شده. چرا؟ برای اینکه خمینی پایه رو بر اساس توهم بنا کرد. به قولمون زبان زدمون، خانه از پای بست ویران است. سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای لادن. با این خانه
از پای بست ویران، تکلیف مردم چیه و در این شرایط موجود اینها چه باید بکنن؟ ببینین، ما با یه انتخاب روبرویم، واقعا اینه. یعنی یا باید بپذیریم با خفت و خاری یه زندگی غیر انسانی داشته باشیم، یعنی زیر یوغ رژیم اسلامی با دانبیسا و فالبینا و روزخونها و در کمدانی که در کمدانی و خرافات قوته برستن عمرمون رو سپری کنیم، یا حقوق طبیعی و ارزش انسانی برامون اهمیت دارن، دانش و بینش و تکامل رو بهش باور داریم و میخوایم زندگیمون انسانی باشه، شهروندی باشه. یعنی انتخاب بین توهم و واقعیته، بین زیستن و زندگی کردنه. اگه زیستن رو انتخاب کنیم، نه نیاز به برنامه داریم، نه باید حرکتی بکنیم، نه زحمت بکشیم، سرمون رو گوسفندبار پایین میندازیم و بعبعکنان دنبال این قیم ها و آقا بالا سرها میریم. ولی چنانچه میخوایم زندگی کنیم، باید آزاد باشیم، حق انتخاب داشته باشیم، در سرنوشت خودمون و میهنمون سهم داشته باشیم، شریک باشیم. برای کسب آزادی و زندگی انسانی نیاز به برنامه و حرکت داریم. آزادی و زندگی انسانی به خودی خود به وجود نمیاد، به وسیله بیگانگان به مرای ما ارمغان آورده نمیشه، نیاز به معجزه و قهرمان هم نداره، بلکه نیاز به برنامه مشخص و شفاف، نیاز به کار و کوشش داره. در ضمنی که به اون چیزی که میگیم و آنچه انجام میدیم باید باور داشته باشه. سپاسگزارم. من از شما ممنونم. همونجوری که میدونیم و صحبت شد درباره این تحریم ها، ترامپ یک کاری رو انجام داد که از یه نظر میشه گفت شکستی بود برای دولت ترامپ، و حالا بعد از اون ماجرا میگن که یک اصطلاحی به عنوان ماشه یا تریگر رو میخوان اکتیو کنن. شما نظری در این مورد دارید که فکر میکنید؟ حتما در چارچوب اون چیزی که وجود داره این موضوع در قرارداد آورده شده که چنانچه مسائل اون گام ها از نظر یکی از این کسانی که امضا کرده، از این کشورهایی که امضا کرده، درست نباشه، میتونه اونو اکتیو کنه، یعنی اون تریگر رو، اون ماشه رو بکشه. و آمریکا خواست این کارو بکنه، ولی آمریکا همونجوری که الان شما اشاره کردی، ترامپ بدلش رو به خودش زده بود با اومدن بیرون. کسی که اومده از فرجام بیرون و همه چی رو گشته کنار، دیگه عضو اون برجام نیست که چنین حقی داشته باشه. و جالب اینجاست که انگلیس و فرانسه و آلمان در سازمان ملل گفتن نه، شما چنین حقی رو نداری. و اون وقت میدونیم که روسیه و چین هم که جزء امضا کننده ها هستن با اتحادیه اروپا همراهن. یعنی آمریکا فعلا شده خودش و خودش. پس میشه بگیم که ایشون موفق بود در کشیدن دیوار، ولی دیوار رو دور خودمون کشید و ما حقیقتا اگه بیاین وایت هاوس اینجا الان میبینید که تنها دیواری که کامل شده دیوار دور وایت هاوسه، ولی خودش رو چیز کرد. و دیروز هم که گند اون ماجرای 25 میلیون دلار رو پول بدین تا ما براتون دیوار بسازیم، و یکی از اینا از خودش فکر نکرده بود مگه این نگم من پولشو از مکزیک میگیرم، پس من برای چی پول بدم؟ 25 میلیون دادن، 4 نفر دیگر باز گرفتار شدن. یعنی تمام این همکارای ترامپ، برید مراجعه کنید ببینید عکساشون یکی پس از دیگری زندانی و زندان. حالا این میخواد آزاد کنه، ولی اونا دیگه بالاخره متهم و محکوم شدن. من از شما ممنونم آقای لادن، امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید. باز هم اگه صحبتی هست بفرمایید، اگه نیست از شما خداحافظی میکنیم و به امید دیدارتون هرچه زودتر و هرچه مدت بیشتر. سپاسگزارم. منم خیلی خوشحال بودم که با هم بودیم. برای شما و همیهنانمون آرزوی آخر هفته
شاد و تندرستی دارم. بسیار ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. من یه بار دیگه صفحه فیسبوک ایشون رو نشون میدم، چون همونجور که بهتون گفتم به خاطر این سیستم جدیدی که گذاشتیم اون شماره تلفن واتساپ و اون آدرس ها نبود، فقط اندیشکده.net رو گذاشتم و صفحه فیسبوک ایشون. و بعد خواهش میکنم که دوستان از اندیشکده اونها رو برای من دوباره بفرستن تا بتونیم با اندازه های بهتر و حروفی خواناتر نشون بدیم. من این رو باز میخوام قطع کنم اینجا. بله دوستان، شما هم اگر نظری دارید، مخصوصا اگر نظر شما با صحبت هایی که دوستان در این تلویزیون میگن و به اصطلاح ما هم حرفی داریم، نظری داریم، مخالف هستید، بیشتر مایل هستیم که نظر شما رو هم بشنویم و داشته باشیم. درباره آقای خورسندی یه شوخی بکنم، نمیدونم، شاید من چون دبیر بودم این تنبل بودن و اینا رو تشخیص میدم. البته یادتون باشه ما تمام تسهیلات زندگی رو از افراد تنبل داریم. یعنی اگر کسی تنبل نبود نمیرفت چرخ رو اختراع کنه، اگر کسی تنبل نبود چراغ برق و نور و اینا رو اختراع نمیکرد، کسی تنبل نبود به جای باد بزن پنکه و کوله رو اینا رو اختراع میکرد. پس ما مدیون افراد تنبل هستیم. ولی ایشون برای من نوشته بود که چون تو برنامه قبل ما مشکل صدا داشتیم، من صداها رو بردم بالا تو این تنظیمات اینجا که میتونیم و این آدیو میکسر کوچولویی که داریم. راجع به این آدیو میکسر هم باهاتون صحبت میکنم. یادم این ناصر توکلی هر وقت باهاش صحبت میکردیم رادیو ایران میگفت سوربی جان من اینجا یه دستگاهی دارم، این دک ما 60 تا ترک داره. گفتم آخه من نمیدونم شما 60 تا ترک رو برای چی میخوای. 60 تا ترک مال کسیه که داره توی یک استادیومی موزیک پخش میکنن، یه میکروفون اینجاست، یه میکروفون اونجاست، یه میکروفون تو جمعیت، اینا رو تنظیم میکنن. دیدین دیگه اینا جلوشون و اینا استودیوهای بزرگ 16 تا دارن، 10 تا دارن، 12 تا دارن، تو 60 تا. گفت آخه این کهنه، من از یه رادیویی خریده بودم، اینا فکر نمیکنم هیچ وقت اصلا یاد گرفته بود چجوری استفاده کنه، یا هیچ وقت اگه استفاده کرده بود بیشتر از 3 تا احتیاج داشت، یکی صدای خودش، یکی صدای مهمونی که اونجا نشسته بود، یکی صدای اونایی که زنگ میزدن. ولی چون آقای مانی خورسندی نوشته که صدا اگه امکان داره کمی بمش کنید، این بم و بیس و اینها برای من خیلی جالبه. من ایشون قبلش هم نوشته بود که داره رانندگی میکنه تو ماشین، میدونید دستگاه های ضبط و رادیو اینا همشون چیز داره که اگه این ور صدا زیاده بذاریش اون ور، اگر جلو صدا زیاده بذاریش عقب، اگه بچه ها خوابن عقب صدا رو بیاری جلو که بالانس میکنی. بعد دو سه تا چی دیگه داره، تربل اکولایزر داره اینها. آقای مانی خورسندی به جایی که خودش اونجا صدای دستگاه خودش رو تنظیم کنه، از کانادا به من میگه اگه میشه صدا رو تنظیم کن. ملت عجیبی هستیم. همش میخوایم دیگران برای ما کار انجام بدن و اینم از راحت طلبیمون میاد و متاسفانه به خاطر همین همیشه هم کار برامون که انجام نمیدن هیچ، کلا هم سرمون میذارن. روزهای جمعه ساعت 4 برنامه آقای حسن ارشاد از ایران پخش میشد. این هفته ایشون نوشته بود به خاطر این ایام ماه محرم سفر و مشغولیاتی که دارن، چون میدونید ایشون بیزینسش در رابطه با پیرن درست کردن و وسایل و اینا هست، به غیر از اینی که خودشون هم باور دارن لابد توی این هیئات و این ور به اصطلاح تلاش میکنن یا فعالیت میکنن، نوشته بودن که برنامه ندارن. ما هم از فرصت استفاده کردیم، چند دقیقه بعد از ساعت 4 هم با شما بودیم. همونجوری که گفتم تلویزیون مردم رو اسپانسر بشین، سپورت کنید، حمایت کنید، به همه زبونی میگیم، بلکه یکیشو شما به رگ غیرتتون بر بخوره و این کار را انجام بدید. در رابطه با اون 700 دلار پول کامپیوتر جدیدی که گرفتیم گذاشتیم، چقدر ارزون شده. اون وقتا امکان نداشت شما یه چیز اینجوری رو بگیری 700 دلار، نه 2-3 هزار دلار حداقل بود کامپیوتری که 3 تا چیز بتونی بهش مانیتور بتونی وصل کنی، بعد پروسسورش قوی باشه، ویدیو کارت 4 گیگابایتی داشته باشه. البته الان 6 و 8 و اینا هم هست، ولی ما احتیاجی نداریم چون این پروگرامایی که استفاده میکنیم خودشون
به اصطلاح همه اینا رو انجام میدن و فشار آنچنانی رو دستگاه ما نیست، ولی تا امروز حمایتی ندیدیم. لطف کنید حمایت کنید، ناگفته نماند. دو نفر که هر دو هم از کانادا بودن، اینها لطف کردن و پول فرستادن، یکی 75 دلار آمریکایی، یکی 80 دلار آمریکایی، ولی هیچ کدومش رو ما نتونستیم بگیریم چون اونها با ایمانی فرستاده بودن. متاسفانه آمریکا مثل یه ده عقب افتاده است، این امکانات نیست. من از دوستان خواهش کردم که از دوستانشون خواهش کنن ایشون پول بده، اون دوستی که قابل اطمینانه با کردیت کارتش از طریق پیپال حمایت کنه. از یکایی که شما دوستان ممنون و متشکرم. آخر هفته است، اگه اهل مشروب و اینا هستید به اندازه کافی بنوشید، کم بنوشید که خوب و خوش و شنگول باشید، به بیمارستان و قبرستان و اینها منتهی نشید. میگه که یک رو بود که شما را نشنیدم قطع شده بود چشم. خب همینه دیگه، وقتی تو ماشین گوش میکنی یه درخت میاد میره و اینها، همون ماجرای رادیوهای قدیمی هنوز با اینترنت ها هست، مخصوصا اگه اینترنتتون توسط تلفن باشه. ولی این روزا با سرویسی که تلفن بهتون میده بگید که من اینترنت برای ماشین میخوام، بعضی هاشون ماهی 5 دلار، بعضی هاشون ماهی 10 دلار میگیرن، یک گجت کوچولویی به شما میدن. خیلی هم ساده است وصل کردنش، همون جایی که داینا سیستم وصل میکنین اونو وصل میکنین و ماشینتون میتونه یه اینترنت خیلی قوی داشته باشه که بعضی وقتا 5 تا 8 نفر تو ماشین میتونن هر کدومشون بشینن فیلمای خودشون رو نگاه کنن. اینو برای شرکت‌های لیموزین، برای اونایی که بچه زیاد دارن میخوان هر کدومشون یه کانال تلویزیون یا یه فیلم اینترنتی نگاه کنن، اینا رو توصیه میکنم. به شما هم توصیه میکنم اگه تو ماشین زیاد هستین چیز میشه. یاد گرفتم پیپل را میرسد انشالله. خیلی ممنونم، قبل از چی میگن پیشاپیش من از شما ممنون و متشکرم. و از اون ساده تر رو همین فیسبوک، آقای مانیشاد شما نبودین، من نشون دادم تو صفحه مردم تیوی زیر تصویرمون نوشته بیکام سپورتر، اونجا مای 499 میگیره، یعنی شما میتونید همین مبلغ رو که میخواین کمک کنید برای 12 ماه به ما بدید ماهیانه، یا اگر هم اینجوری همون همت عالی که دیگه ما ممنون و متشکر میشیم. یک گروهی هست به نام QAnon و این QAnon خرافاتی هایی هستن که یه چیزای عجیب غریب میگن، درست مثل اون آخوندی که گفته خانمایی که موزیک گوش میدن به اصطلاح شیطون میاد باهاشون میخوابه، بچهای حرومزاده دارن. مثل اون آخوندی که گفته اگر موزیک بذاری رو شکمتون برای بچه‌ها، بچه‌ها حرومزاده میشن. اینا هم دارن اینا رو دوستان، و خداییش بهتون بگم همه این مزخرفات و این مسلمونا از اون سلمان فارسی تا آقای محمد، اینا همشون از یهودی‌ها و از مسیحی‌ها و اینا گرفتن. چیز جدیدی تو اسلام نیست، فقط اومده ارائهش به اصطلاح روش جدیدی ارائه داده به مردم، و الا همش همونه. برید بخونید یکی یکی بذارید بغل هم میبینید، فقط یه عده نخوندن، اونای دیگر رو ندیدن نمیدونن، فکر میکنن این اسلام اینجوریه، از شلاق زدنش، از کشتنش، از آقا از این بدتر توی مسیحیت میگه اگه شما یه شنبه رفتی سر کار باید بکشنت. باورت میشه یه شنبه اگه رفتی سر کار باید بکشنت؟ حالا همین خدایی که اینجا یه شنبه تعطیل کرده، برای کلیمیا شنبه تعطیل کرده، برای مسلمونا جمعه تعطیل کرده، احتمالاً ادیانای دیگه هم هست که پنجشنبه، چهارشنبه، سه‌شنبه، دوشنبه رو تعطیل کرده. در اصل دوستان ممنون و متشکرم از یکایکتون. و ضمن اینکه گاهی وقتی نق میزنم، غر میزنم، باز هم همین شماها هستید که به وسیله گفتن مشکلات ما، پرابلم ما، ما رو راهنمایی میکنید تا ما بتونیم اینا رو درست کنیم و برطرف کنیم. من هفته گذشته 2-3 تا میکروفون جدید خریدم، بهش میگن گوس نک. گوس یعنی قاز و مرغابی و اینها، نک هم اون گردنشه که اینجا هست، میتونم بالا پایینش کنم، صدا رو کم و زیاد کنم و یه مقدار راحت تره. به غیر از این که یه دونه به اصطلاح بهش میگن آدیو میکسر داریم که 4 تا ترک یا 4 تا کانال داره، یکی صدای اسکایپ، یکی صدای فیسبوک، یکی صدای خود منه، یکی صدای OBS که این OBS میره برای مردم TV.com. هر وقت میبینید توی فیسبوک مشکلی دارید یه سری هم به مردم TV.com بزنید،
و ببینید شاید اونجا صدا بهتر باشه، چون من یه میکروفون رو میذارم برای این و یه میکروفون رو میذارم برای اون و ممکنه اون روز در اون شرایط اون میکروفون تو این حال هوا صداش بهتر باشه. بهتون گفتم شما ممکنه باورتون نشه، مثلا ما وقتی برنامه داریم من این در کلازت یا کمد اینجا رو باز میکنم که صدا نره بخوره تو دیوار برگرده انعکاس پیدا کنه یا پژواک پیدا کنه. دیده باشید بعضی از این رادیوها یه چیزای تخمرغی مثل دوشک ابری به دیواراشون چسبوندن. شما میتونید از لباستون برای این استفاده کنید. حتما توی استودیو فرش داشته باشین. حتما اگه دیده باشید برنامه‌های موزیکای بزرگ روی سن قالی انداختن که طرف میگه او قالی ایرانی، نه این قالی ها رو انداختن که اونجا صدا از اون سطح صاف پژواک پیدا نکنه و برسه. اینا کلک نه، تریکای کاره و همش با تجربه. و توی ایران میگن آزمون و خطا، اینجا میگن ارور اند ترایل، ترایل اند ارور. در هر صورت همه چی مثل همه. و این QAnon یکی از اوناییه که چون خرافاتی هستن طرفدار ترامپ هستن و وقتی به ترامپ گفتن آقا شما خجالت نمیکشی که همچین گروهی طرفدار توه، گفت که نه من اینا رو نمیشناسم، فقط میدونم اینا منو دوست دارن. یعنی ببینید فقط برای خودش مهمه، خودشیفته خودشیفته خودشیفته. و چقدر قشنگ آقای لادن توضیح داد که این مملکت ببینید 3 سال یه همچین کسی آمد لگد زد به تمام اون نهمن شیری که گاو قبلا دوشیده بودن و گرفته بودن، همه رو ریخته. امیدوارم که با شرکت در انتخابات حتما حتما انقدر رأی بدیم که رقم رأی دموکرات ها به حدی برسه که دیگه این نتونه بگه اشتباهی بوده، کلکی بوده. چون هیلری کلینتون اومد گفت که اگه فکر میکنید یه نفر با 3 میلیون رأی زیاد تر بازم ممکنه ببازه، بله امکانش هست، چون این بلا سر خودش آمده بود. سیستم انتخابات آمریکا اشکال داره، هر کدوم از اینا که میان اول میگن درست میکنیم، وقتی میرن اونجا اصلا اونو فراموش میکنن و به فکر انتخابات بعدی هستن. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. اگر موردی هست یا درباره چیزی مایل هستید خودتون یا ما صحبت کنیم، به وسیله فیسبوک، به وسیله این شماره تلفن 202 افکت 3 بله 202-695-2573 تکس بفرستید یا پیام بذارید، پیامتون رو پخش میکنم یا تکستون رو میخونم. و سعی میکنم هفته آینده مهمان برنامه‌مون درباره خلیج فارس و دریای مازندران صحبت کنه تا من و شما آگاه بشیم. آگاهی راز موفقیت است. روز روزگار بر شما خوش، به امید فردایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.